بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون و در کمینتون باشه، به پر شکارتون کنه. امروز جمعه هست و 19 شهریور 1400، 11 روز دیگه بیشتر به آخر تابستان باقی نمونده. توی آمریکا که همه چیشون بی خوده، تابلوش چی میگن، تقویمشون علکی و فلان، اینها الان چند روزه میگه که تابستان غیر رسمی تموم شده. میگم بابا دیگه چرا غیر رسمی، رسمیش میکنی؟ خب خوشحالم که آقای زمانیان این هفته ما رو تونست پیدا کنه. هفته قبل تقصیر ما بود، 4 ساعت برنامه رو زودتر شروع کرده بودیم و آقای زمانیان نبود دیگه، دنبال کار و زندگی و مشکل در ایران، باید کلی زحمت بکشی تا زندگی معمولی داشته باشی. یه برنامه‌ای لوسی میذاره این من و تو، نمیدونم زندگی معمولی، طرف میره والا روزا اینا که خرید میکنن از ما خیلی بیشتر خرید میکنن، نمیدونم تخم مرغ و موز و فلان اینا، بعد میگه شده اینقدر و اینها، بعد راجع به زندگی معمولی صحبت میکنه. در رابطه با زندگی معمولی اولا تاریخ رو براتون میگم، امروز 10 سپتامبر 2021 است، برابر میشه با 19 شهریور 1400، و فردا که 11 سپتامبر هست برابر با 20 سالگرد اون حادثه یا فاجعه، کمتر تفاوت فاجعه که کاتاستروفی میشه با حادثه که اینسیدنت میشه با یا اکسیدنت میشه، اینا با هم چیه؟ ما حتی فارسیشو بلد نیستیم، بیگال رفتیم یه سری آلمانی یاد گرفتیم، بعدم اومدیم اینجا انگلیسی قاطی شدیم، دیگه چی شد؟ قاطی در قاطی در قاطی که داغ از بد نبینی. خلاصه در رابطه با این زندگی معمولی، دیدم این آقای شهرام اصلانی، هی به این میگم شهرام اوسانلو، با آب و تاب تعریف میکنه که این بیناموسا رفتن کنسرت گذاشتن. آقا فکر مردم ایران نیستید؟ که اولا یه فیلم دیشب دیدم، طرف بهش میگه ببینیم ترکیه، گفت من 1000 اومدم ترکیه، دیگه مال ندید بدیدا هست. بعد به دوستشم طعنه میزد شما بریم. دومن آقای بزمینم این روشنه، بعد آقای اوسانلو گفتم، شهران اصلانی خدا بیامرزه، تیمسار اوسانلو، یک مرد واقعا با شرف، با وجودی که تیمسار بود به قول دوستان هیچی نداشت. دیدین این چند روز گذشته میگه تیمسار رحیمی هیچی نداشت، حالا دیگه میگه هویدا هیچی نداشت. من میخوام بگم خب اگه همه اینا هیچی نداشتن، این که شاه بدی بوده، نه وزیرش چی داشته، نه نخست وزیر، نکنید این کارو. اگه طرفدار شاه هستین سعی کنید مقدار حقیقت رو بگید. برگردیم به ماجرای این آقای شهرام اصلانی. خلاصه اشک تمساح داشت میریخت بنده خدا که آقا کجا، از کجا بیارین آقای زمانیان بره کنسرت. حالا من یه عکسی اگه بتونم براتون پیدا میکنم که نوشته از کنسرت ها چه خبر، نوشته آقا همه بلیتاش فروش رفته، بعد قیمت ها هم از نمیدونم اینقدر شده اینقدر، یه عددهایی که من سردرد میگیرم حتی راجع بهش صحبت کنم. بذارید توی این عکس ها ببینم کجا میتونم جستجو کنم. فکر کنم نوشتم ابی یا نوشتم کنسرت. خیلی بده که یه چیزی می نویسیم بعد یادمون نمیاد چی نوشتیم، کجا گذاشتیم. بله ابی کنسرت، بابا درست گفتم، هم ابی نوشتم هم کنسرت. بذار ببینم رو اینجا میتونم بیارمش شما اینجوری ببینینش. نه خیر، نگاه کن من کاغذ رو صاف میارم توی این پلیر، ببینید این پلیر چی کارش میکنه، کج و موجش میکنه، به شما نشون میده، اب نداره. من براتون اینجا نشون میدم، اونجا که بود آخونده داشت رو به قبله جیش میکرد، قبلش هم یه اتفاقای افتاده بود و اینها، طرف تا آمد گفت که ناراحت نباش، ما اختیارش دست خودمونه. متاسفانه این در جامعه ما هست. خب این من برای شما میفرستم دوستان، شاید آقای شاهین غلامرضایی هم لطف کنه برای اصلانی، گفتم بله اصلانی بفرسته کمرای دو. نگاه کنید دوستان، نوشته که اولا کسانی که از تلگرام احیانا اینجا نوشته invite member، من نمیدونم الیک تری، خب تلگرام که شروع میکنی میخوای همه بیان دیگه، invite member چیه؟
اوکی، یکی یکی تازه باید بزنی بیاد بابا، ولمون کن. خلاص نگاه کنید، نوشته که قاسم حلاجیان، سفرنامه های قاسم حلاجیان و دوستان. دوستان ایرانی هم روی توییتر و فیسبوک و اینا یه اسمایی برای خودشون انتخاب میکنن، یه چیزایی مینویسن، اصلا دیگه آدم گریهش میگیره. حالا بگذارید، از کنسرت های اخیر استانبول چه خبر؟ قیمت یک بلیت از چقدر شروع میشه تا چقدر؟ آیا از این کنسرت ها استقبال شده؟ آقای امیر بهاری جوابش داده، قیمت بلیت کنسرت هفته آینده، قیمت بلیت کنسرت هفته آینده ابی در استانبول از 830 هزار تومان شروع میشه تا حدود 12 میلیون تومان. بلیت ها به طور کامل فروش رفتن. ظرفیت سالن 6300، نوع سالن سرپوشیده، سرپوشیده ملیت مخاطبین ایرانی، محل سکونت مخاطبین اکبر ایرانیان. نتیجه گیری رو میسپارم به خودتون. آفرین، درست میگه، واقعا نتیجه گیری رو میسپارم به خودتون. ببینید آقای اصلانی، دوست عزیز، شاهین خان، کسی که بلند میشه از ایران میره ترکیه میره کنسرت، این پولا رو لابد میتونه بده، داره از گوشت و خون مردم در میاره. اولا خب بذار بره خرجش کنه تو خونه و تو بانک و اینا نگه نداره، بذار بره خرج. اگر هم طرف ایرانیه تو ترکیه است که خب داره کار میکنه اونجا، هم که دیدید اون رضا کی بود پولا رو جابجا کرده بود و اینا، بعد با یه خواننده ترک هم ازدواج کرده بود، بعد اومد اینجا گرفتنش. اینقدر از این کثافت ها زیاده که دیگه آدم یادش میره کی به کی بود دیگه. آقای شهرام جزائری و نمیدونم اون یکی که راننده رفسنجانی بود و اینها از خاطر آدم میره بیرون. صحبت از این رفسنجانی شد، دخترش انگار که داره راجع به خدا صحبت میکنه، هنوز به اینا میگه شما از رفسنجانی میترسید. خب معلوم از مافیا همه میترسن، شما و بابات و داداشات مافیا هستین، حالا اونا هم مافیا هستن، مافیا افتاده به جون هم. دیدید فیلم های مافیا که میافتن به جون هم، این گروه اونو میکشه، اون محل اون میگیره و اینا. این جمهوری اسلامی و آخوندا و آقازاده ها الان اینجوری هن. هیچ حرفی هم بالاتر و پایین ترش نیست. اون هفته بهتون نشون دادم این آقای شکیب کی بود، گفت آقا شما تبلیغ کنسرت اندی میکنی، اندی که رفته عربستان. گفتم آقا جون شما پول کنسرت اندی رو به من بده، پول تبلیغش رو، من تبلیغ اندی رو برمیدارم. که البته هیچ وقت من همچین کاری نمی کنم، میگم شما بیا بشین راجع به اندی حرف بزن. اندی آدمیه که اینجا از حیوان بگو تا انسان بگو تا دوست بگو تا رفیق بگو از دست راضیه. همه میگن خوش حسابه، آدم ورزشکاریه، آدم لاتلوتی نیست و الی آخر. حالا رفته عربستان، این نره اون یکی میره، اون نره اون یکی میره، یکی و دوتام نبودن، چند نفر رفتن. شما خیلی مردی، شما که میای خارج زندگی میکنی بعد پولتو برمیداری میره ایران، خدا میدونه اونجا چه کثافت بازی در میاری، هی پوزشن به مردم میدی. شما یه کاری کن برای ایرانیا، نه منی که نشستم اینجا بارها گفتم این تلویزیون مردمه، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. آقای زمانیان میتونه بیاد اونجا نقاشیاشو بذاره، رجوی رو مسخره کنه، روحانی رو مسخره کنه. شما میتونید بیاین نمیدونم از رجوی تعریف کنید، نیرو کسب کنید. از قبل از این برنامه دوستان یه مصاحبه داشتم با آقای به نام مهدی سلیمانی، حتما الان دیگه ویدیوش رفته رو یوتیوب، برید نگاه کنید، روی فیسبوک هم میتونید تماشا کنید و ببینید که اینا با چه دوز و کلک این بنده خداها رو از ایران. طرف خیاط، شاگرد خیاط بوده، میگه استام رفته بوده نمیدونم ترکیه و برگشته گفته آقا اینجا چه نشستی، بلند شو بریم ترکیه، ما 400 دلار بهمون میدن و نمیدونم خونه و زندگی همونجا میخوابیم تو کارگاه، یه هر چیزی کار میکنیم. بلند شدی بنده خدا رو آورده اونجا، بعد پاسپورتش ازش گرفتن، کارت معافیشو گرفتن، خدا میدونه این پاسپورت ها رو به کی فروختن، کارت رو به کی فروختن. خود اون آقایی که استای این بوده آوردهش اونجا چند پول گرفته رفته. ببخشید من اینجا هم درد گرفت شدیدن، حالا ماجرای اینجا رو هم براتون میگم. خلاصه بنده خدا رو چند سال اسیر کردن توی عراق، هی از روز اول گفته آقا من نمیخوام، من اصلا سازمان مازمان نمیدونم، من سیاه، من جوونم، میخوام زندگی کنم، میخوام آتیه داشته باشم. حالا تو آلبانی جدا شده، حتما این مصاحبه رو ببینید. در هر صورت برگردیم باز به ایران، بغل دستش افغانستان که بعضیا اصرار دارن که نه آقا این خراسان شرقیه. حالا شما
بذار اول برادریت ثابت بشه، بعدن سر ارث و میراث دعوا کن. بذار اول این طالبان و القاعده و ISIS و این شورای ملی مقاومت کیه مال احمد مسعود همدیگه رو بزنن داغون کنن، هر کی باقی موند اومد بیرون، شما به وایسا بهش بگو که آقا اینجا بی خود نوشتی افغانستان، this is خراسان، ایست خراسان. anyway ماجرای افغانستان هی میگن پنج شیرم رفت از چیز شد به اصطلاح محاصره شد، هی اونا میگن نه دروغه، اون میگه معاون نمیدونم اشرف غنی فرار کرد، اون میگه نه دروغه. از بعد جنگ ایران عراق یادتونه چه دروغایی میگفت؟ خود ما مثلا خسروآباد آبادان بودیم، رادیو عراق میگه خسروآباد گرفتیم، اون وقت ایرانیا داشتن تلفات میدادن، بعد میگه ما رفتیم نمیدونم فلان جا عراق گرفتیم، کرکوک و فلان بماند. خلاصه روزگاری بود ملت بیچاره. من امروز صبح داشتم رانندگی میکردم و درباره جورج بوش داشت میگفت که به خاطر این ماجرای سپتامبر 11 برداشت به اصطلاح افغانستان و عراق و اینا رو اینجوری ریخ به هم، و گفت یکی بهش گفت که ببین بابات هم با این صدام دعوا کرد جنگ کرد، تو با بابات صحبت کردی؟ گفته بود نه من با بابام صحبت نکردم ولی با پدرم صحبت کردم. دیدید اینا به این آخوندا میگن پدر روحانی؟ مردکه دیوانه معتاد الکلی حالا فکر میکنه خدا باهاش صحبت میکنه از طریق پدر روحانی، رفته با اونا صحبت کرده، اونا هم که این جنگ های مسیحی و صلیبی و اینا هم جد تو جونشونه، گفته برو بزن. صبح تا صبح هم که میمد میرم یه چپلی یه کلیسای کوچیک کنار چیز درست کرده بود، میگم من با خدا صحبت میکنم. حالا ببینید جالب چیه، شاه هم میگه من با خدا صحبت میکنم، آخوندا هم که میگن بله حضرت امام توی چاه هست ما باهاش صحبت میکنیم، امام هم با خدا صحبت میکنه. من نمیدونم این چه خدای دیوانه روانی هست که میگه من قدرت دارم ولی نمیتونه با من و شما مستقیما صحبت کنه، باید یه مفتخور این وسط باشه. بگذاریم. خب این افغانستان و خراسان شرقی به جای خودش، آقای شعله سعدی، آقای جاوید شهافر و اینکه این دوستان دنبال تلویزیون ماهواره‌ای هستن، هم این نشون میده که اینها چقدر عقبن از قافله. آقا تلویزیون ماهواره‌ای مال قرن 20 بود، الان قرن 21 برید دنبال اینترنت. من براتون گفتم یه دفعه داشتم تلویزیون نگاه میکردم، اون موقع هنوز داشتم برای رنگارنگ و ما تی وی و اینا کار میکردم، باهاشون کار میکردم، چون ما براشون کار نکردیم، برای کسی که شما کار میکنی که حقوقت بده. خلاصه دیدم این آقای بیل گیت رفته یه جایی بغل دریا یه خونه بسیار بزرگی ساخته، اون نسازه من بسازم، من و زمانیان شریک بشیم یه خونه بخریم کنار دریا، دوتا اونم غرق بشیم. و شب باربارا والتر را باش صحبت کرد، گفت که اینجا احیانا تو از همه چیزای تکنیکی از بهترینش استفاده کردی و اینها. دوستان اگه کسی اینجا هست به ما بگه صدا مدا چطوره. بله میگه لااقل 2 میلیون کشور افغانستان و عراق کشته داد به خاطر حمله جورج بوش. بله جورج بوش شما برید ببینید چه آدم کوفتی بوده، از لحاظ دراگ، از لحاظ مواد مخدر، از لحاظ مشروب اینا، بعد میشن بورن اگین کریستین، مثل این دوستانی که مثلا تولد دوباره دید، یادتونه این رنسانس ایرانیان نمیدونم از نوزایی فلان اینا اینقدر احمق هست. شما این کلمه رو که استفاده میکنید یعنی بیا من یه کودکی هستم، شما هر آشغالی میخوای مغز من باز تمیز بیا آشغالاتو بریز توش، و اینا این کارو میکنن، باهاش صحبت میکنن، این فکر کرد با خدا صحبت میکنه، اون جنگ کرد و اینها، همه چیز خوبه. خیلی ممنون آقای اکبرخان شیرازی اکبری. و خب حالا شما که قرار میشه اسم حقیقی تو بنویسی، امیدوارم اون مشکلاتی که داشتی از بین رفته باشه، شما هم قشنگ اسم حقیقی تو بنویسی، عکس خودتو یکی دو بار فکر کنم عکس‌ها عکس خودته گذاشتی، ممنون و متشکرم. و چون شما اینجا هستی و دوستان دیگه، این ظرفیت 5000 نفری فیسبوک ما تموم شده. دیدم دیروز یا پریروز خانم دکتر بهیه جیلانی که خود ایشون چند تا حساب مختلف دارن، از یه حسابی دوباره تقاضای به اصطلاح دوستی، این دوستی و دشمنی و اینها هم یه ماجراییه که نه رو دوستی ها میشه حساب کنی نه رو دشمنی ها.
بعد من زدم دیدم نمیشه، رفتم تو اسامی یه مشتی اسمی که اصلا نمیشناختم، سازمانایی که نمیشناختم، اینا رو پاک کردم تا بلکه جا بشه دوستان بیام. و همون موقع فکر کردم که به دوستانی که چندین حساب مختلف دارن بگم که اون حسابی که کار میکنه نگه دارن، باقی رو انفرند کنن، انفالو کنن اینا. بعد گفتن آها این بنده خداها یکی یکی حساباشون میرن، نمیتونن بیان تو یه حساب دیگه درست کنن میان دیگه، نه خودش میتونه بره نه چیزی. فقط ما یه کاری کنیم، شاید ما برگردیم، من برگردم نگاه کنم افرادی رو که مثلا در ماه گذشته، در دو ماه گذشته، در سه ماه گذشته، اینا را حتما داره این تنظیمات، با هم در تماس نبودیم، صحبت نکردیم، قهر کردن اتفاقا، ما از اونا قهر کردیم، اینا را اصلا پاک کنیم تا جایی یه سری دیگه بشه. بعد فکر کردم که نه آقا ولش کن، چیکارش داریم؟ ما هر کسی مینویسه بگیم بابا جون ما چون حالا بالاخره یه انقدی شناخته شدیم، بیاین تو مردم تیوی توی پیج ما، چون فیسبوک هم مثل ما اشتباه کرد، فیسبوک هم اول شروع کرد با فایل و پروفایل و صفحه و بعد گفت نه این صفحه اون صفحه نیست، اون صفحه یه صفحه دیگه است. یعنی این خمینی، دانشگاه دانشگاه نیست مگر دانشگاه دانشگاه باشد، اتوبوس از مینیبوس، از این مزخرفات. بعد گفت حالا من یه پیج درست میکنم، تویی که از 5000 تا بابا وردار این لیمیتو بذار، هر کی هر چی میخواد بیاد. بعد یه چیز دیگه در رابطه با برنامه‌ای که من هفته پیش ساعت 10 صبح شروع کردم، چون بعد از ظهرش باهات کار میکردم و بعد تصمیم گرفتم همین کار رو انجام بدم، صبح که من اینجا هستم بلند میشم و برنامه رو اجرا کنم، برنامه خودم، بعد برنامه کانون آوا، بعد آزاد بشم برم دنبال کار و اینا. ولی دیروز یه کاری اتفاق افتاد که تموم نشد، مجبور شدم امروز صبح زود تمومش کنم، باز برگشتیم به همین دو بعد از ظهر. گفتم از این بهتر میشه این، آقا من 23 سال این کار رو انجام میدم، از 1998 تا الان 2021، اوکی؟ این همه مدت ما سر وقت بودیم، دوستان تعریف و تشویق که آقا ما میتونیم با برنامه شما ساعتمون رو تنظیم کنیم، چی شده؟ الان ما نداریم 10 نفر که بگیم آقا ما 10 دلار به ما بدین، 100 دلار حداقل پول اینترنتشو شما بدین. خب گفتیم بابا ولش کن این امید نادان رو، نمیدونم اون آقای سجادی و آقای ایکس و ایگرگ رو که ایران میرن و میان و اینا، مگه اینا هر هفته میان برنامه اجرا کنن؟ هر وقت برنامه درست کردن شما سابسکرایب میکنید، من سابسکرایب میکنم برام میاد، با فیسبوک هم شما فالو کنید، من ساعت 3 صبح بیخوابی زده به سرم میام اینجا میشینم برنامه میذارم، برنامه رو که گذاشتم برای شما میفرسه که سوربی برنامه داری، شما مثل من بیکار بیار بودی میای نگاه میکنی، نبودی هشدارشو گرفتی، اخطار که نه گرفتی، بعدم میای میشین نگاه میکنی. از این سر ساعت ما دیگه لغو میگن تق و لقش کنیم بره. خیلی ممنون، متشکرم. اینم از این، نظرتون در این باره چیه؟ حالا که شما نظر دادی ما یوتیوب رو بذاریم روی مردم تیوی دات کام که شما بتونید 12 ساعت عقب جلو ببری هر برنامه ای رو ببینی، نظرت در این مورد چیه که ما دیگه وقت نذاریم، یعنی وقت معین نذاریم، هر وقت برنامه درست شد این شما هستید. ویدیو آن دیمند بهش میگن VOD، حتما آلمانی ها میگن فاوده یا بله اور او میگن، اون آلمانی ها تلفظشون درستتر از آمریکایی هست. خلاصه که ما هر وقت برنامه گذاشتیم، ویدیوی گذاشتیم، شما یا خودت سر بزنی یا برد بیاد. برد اومدن این به این صورته، این شماره 8 من اینجا بهتون نشون بدم، نگاه کنید این، بله سابسکرایب میکنید، اگه از یوتیوب میبینید این بغل اینوری قرمز رو دیگه بلدید دیگه، یوتیوب سابسکرایب میکنید، بعد میگید همه ویدیوهایی که مثلا سوربی، آقا ما هفته یه بار مزاحمتون میشیم. من امروز رفتم تلگرام دیدم آقا بعضیا مثلا روزی 1000 تا برای این اون چی میفرستن. اصلا ما میگیم شما شبکه خبری هستی، شما اسوسییتد پرس هستی، شما وایس آف امریکا هستی، آخه 1000 تا خبر میدونی یعنی چی؟ برای اونی که میفرستی اون باید چیکار کنه؟ اون جز این که شما رو میندازه تو سطل آشغال. خیلی جاها الان به این نظر هستن میگه شما اگه ممبر شدید ما ماکسیموم روزی یه تکس براتون میفرستیم، ماکسیموم هفته ای 3 تا برنامه براتون میفرستیم. ما که دیگه گفتیم آقا هفته یه برنامه، اینم از این، دوست داشتین بیا. خب اول تیمسار رحیمی چیزی نداشت،
حالا هویدا فقط یه پیکان داشت، پس بفرمایید این آخوندا اصلا مال مردم رو مصادره نکردن، چون این مردم بیچاره زمان شاه هیچی نداشتن. یعنی ببینید خریت چجوری میشه. یادتونه بازی هایی که بچه ها انجام میدن، یک ورقه میخری چند تا نقطه هست، این نقطه ها رو شما وصل میکنی به هم با شماره، مثلا میشه یه خرس کوچولو، میشه یه خرسی کنار رودخونه، یه خرسی. شما این نقطه های داستان های شاه اللهی، حزب اللهی، هر اللهی دیگه، حتی دوستان مصدق اللهی رو وصل کنید به هم، ببینید چه چیز عجیب و غریبی میشه. طرف میگه آقا آخونده اومدن مصادره کردن رفتن. میگیم آقا تو که میگی رحیمی چیزی نداشت، تو که میگی هویدا هم چیزی نداشت، حتما اونای دیگه هم به همین پاکیزگی بودن. وقتا چی میگم؟ میگم نمیدونم فلانش از چی امام حسین تمیزتر، یه چیزای اینجوری میگفتن. خب نکنید همچی، بگید آقا داشت کار کرده بود، زحمت کشیده بود، حقش بود، اینا گرفتن مصادرهش کردن، حالا میریم دنبالشون میگیریم ازشون. من نمیدونم کسی رو تلگرام هست یا نه، چه هست چه نیست، اجازه بدید ما خاموشش کنیم، چون تلگرام نیذاشته چیزی که همه رو یه جا دعوت کنی. نمیدونم هی دوستانم میگن آقا رو تلگرام بزنید، بابا ولمون کن، ما همینجا هستیم دیگه. اگر ببینید شما یه ساندویچ فروشی بود تو شیراز، موسیو، این نه 200 تا شعبه داشت. من دیدم الان جیگرکی‌ها تو تهران اینور اونور مثل که شعبه دارن، فرانچایز دارن فلان، نه شعبه داشت نه کارگر داشت. من شنیده بودم خودش و خانومش 200 تا کتلت درست میکنن، عصر، نه صبح باز بود نه ظهر باز بود، عصر میمدم سینما مترو، فکر کنم عقب عقب هم باد میرفت تو این سوراخی که اجاره کرده بود، یه یخدون کلمنی بوده میبرده اونجا، بعد این کتلت. منظور من اینه یه موسیو داشتیم توی شیراز و اونی که میخواست ساندویج موسیو رو بخوره میدونست کجاست میره. ولی حالا شما نگاه کنید یه مکدونالد این برای یه برگر کینگ برای این برای وقت شما بخوای بریم این نه این هیچ کوشم نمیری. حالا ما هم همینجور شدیم، رو فیسبوک بذار، رو یوتیوب بذار، رو واتساپ بذار، رو اینستاگرام بذار، که چی بشه؟ میخوام بهتون بگم که چی بشه. یه آقایی نوشته بود میخواد از زنش طلاق بگیره، بچه‌شو برداره بره ایران، بعد نوشته البته بچه‌ش هنوز دنیا نیومده ها، بچه‌ش وقتی دنیا اومد خانومه رو ول میکنه، بچه رو میبره ایران، ترکیه هستن بسکه. نوشته بچه ای که دنیا نیومده 1,000,000 فالوور داره. یعنی شما فکر کنی ما چه ملت احمقی هستیم که بگیم آقای ایکس و خانم فلان، حالا خیلی معروف، یکیش خواننده یکیش مدل، هرچی، قرار بچه گیرشون بیاد، اسمشو میخوان بذارن این، به صفحه این شما بری فالوش کنی ببین این بچه چطور میشه، چی کار میکنه، مثلا از رحم مادرش برای تو SMS میفرسه. آخه من نمیدونم به کجا داریم میریم ما، واقعا به کجا میریم. دوستان اینجای من رو نگاه کنید، چند تا بخیه، 5 تا بخیه. اگه یادتون باشه تو برنامه قبلی هم نشون دادم، گفتم اینجا یه جوشی بود، من از بچگی هم جوونی جوش میزدم، دکترم که رفتیم گفتن این از بس آدم نگران، اینجا میگن آدمای بالاخره آدمای احساساتی و نگران و حساس و اینا جوش زیاد میزنن. خلاص اصلا به خاطر همین میگن آقا جوش نزن، شوخی هم میگن، میگفتن شیرت خشک میشه. ما از بچگی هم صورتمون جوش میزد و اینا، میگفتن اینجوری و هیچی هم دوا نداره، همین آمریکا و اینا هم دوا ندارن. شما شبا تبلیغا رو نگاه کن، 80 دلار بده به این 90، هنوز نتونستن دوای جوش رو درست کنن، هنوز نتونستن دوای سرماخوردگی رو درست کنن، ولی سر کره ماه و کره مریخ این پولارا الان دعواشونه. آقای نمیدونم بزو مال آمازون، آقای ایلن ماسک مال چیز تسلا، و اون آقای مال ویرجین اون انگلیسیه، اون از همهشون کولتر، کاری به اینا نداره. ایلن اون بزو که میخواد انقدر پول خرج کنه ببینه میتونه عمرشو زیاد کنه، یکی بهش میگه آقا آشغال 58 سال عمر کردی چه کار کردی؟ بدبخ یه دری گذاشتی به عنوان میز، شروع کردی کتاب فروختن، همم بهت خندیدن، موفق شدی. حالا که موفق شدی چیکار کردی؟ سر زنر کردی زیر آب طلاقش دادی، دوست دختر گرفتی، حالا رفتی شکایت برادر دوست دختر کردی. حالا 58 سال نه گیرم شما 580 سال عمر کنی، چه فایده ای داره؟ بگذاریم برگردیم به اینجا. من
اینجا هم یه جوشی زد، اونایی که صورتشون جوش میزنه میدونه دو سه رقم جوش داری، یکی جوش میزنه امروز، جوش میزنه فردا، شما میتونی یه اینجوریش کنی، تمیزش کنی، الکل بزنی یا آدکلون بزنی بری. یکیش مثل اینکه زیر پوست میزنه، همون چیزی که تو ایران میگفتیم کورک، اوکی، اذیتت میکنه، هی میخوای دستش نزنی نمیشه، نشستی تلویزیون نگاه میکنی اینجوری، ما این کارو کردیم، این اشتباه کردیم، نشستیم تلویزیون نگاه کردیم، هی دست زدیم، اینم هی سفت شد، آخر رفتیم جلو آینه فشارش دادیم، هیچی هم از توش در نمیاد، فقط درد گرفت. خلاصه گذشت و رفت، بعد یه دو ماهی ما دیدیم اینجامون هستش هنوز. خب دیگه دوستانی که ازدواج کردن همسر دارن میدونن، اگه خودت هم بخوای یه چیزی رو بی خیال ازش بگذری، همسرت میگه نه این برو، ممکنه سرطان باشه، ممکنه فلان باشه. ما رو با سلام و صلوات فرستادن دکتر، رفتیم دکتر، یک خانمی بود و اومد گفت که او این چیه اینا، این ولی خب خوبه، تکون میخوره، نچسبیده فلان. گفتیم اوکی اوکی، حتما ایرانی نیست که نچسبیده، اگه ایرانی بود میچسبید ولی نمیکرد. چیکار کنیم؟ گفت اذیتت میکنه. گفتم خب اگه اذیتم نمیکرد که نمیبادم اینجا، من مخصوصا چون هم برنامه تلویزیون دارم، هم این تو صورتم، هم بالای بغل چشم میبینمش همش. گفت خب اگه اذیت میکنه بی درش بیا. چنان ساده به ما گفت بی درش بیا، من فکر کردم نیشتر شما میدونید چیه؟ یه چاقوی کوچولوی تیزیه که جراحای قدیم میگفتن برو نیشترش میزنه. حتی اونایی که میخواستن خونشون تمیز بشه میرفتن نیشتر میزدن یا میرفتن زالو مینداختن اینا. ما فکر کردیم یه چیز تیزی میزنه، بابک خودم میخواستم با تیغ با الکل بشورمش اینجوری کنم. ما که از دکتر مظاهری دیگه کمتر نیستیم، مرد که میگه من صبح اینجا رو با تیغ، حالا مثلا نه که ریشه شاه میگم چربی های صورتم رو چی میکنم، میکنم، جراحی میکنم، میرم سر کار. اون دیگه کیه؟ دکتر مظاهری دیوانه ای در نوع خود بی‌نظیر، هم شهریمون ها. این خواهرش فکر کنم مدرسه شادخت شیراز مال اون بود اگه اشتباه نکنم، یا نظام وفا یه چیزی از این. خلاص بعد گفتن نه نزن اینجوری، بابا چرک میکنه فلان اینا. رفتیم دکتر، چهارشنبه نوبت داشتیم، رفتیم اونجا. خانمه که اومد از این ویتنامی، چینیز، کره ای هچ بود، گفت که خب همونجوری که بهت گفتم. گفتم شما به من چی گفتی؟ شما الان اومدی؟ گفت نه دفعه قبل. گفتم نخه. گفت اون دکتره صدا نزد من بیام بهت بگم. گفتم نه، به من گفته میخوای درش بیاری. گفتم آره. گفته بیا نوبت با خانم فلانی، برو بیا فلان. خلاصه حالا این دوستان دقت کنید، قرارش اینه که اون دکتر اولی وقتی میگه از تخصص من رفته بالا، من دست به چاقو نمیشم، دیدی لاتا، یکی زنجیر میزد، یکی چوب تو جیبش بود، یکی چماق با خودش بود، بعضی هاشون بودن چاقو داشتن، خیلی مهارت داشتن، چاقو رو قایم میکردن، فقط یه ضربه میزدن طرف رو خونی کنن، اینا هم دکتر هم همینن. چرا میگه فوق تخصص؟ یعنی این دیگه پدر ملت در آورده با چاقو تیک تیک کرده، اصلا براش از سلاخونه و اینا راحت تر چیز میکنه. خب قرار بوده اون خانمه وقتی به من میگه که خب اگه میخواید درش بیاری دکتر فلانی این کاغذا، من تو اون اتاقه باشم، اون خانمه بیاد به من توضیح بده که اینا اینجوریه، وقتی درش میاریم اولا ممکنه در نیاد همش، بعد اون چیزی رو که در میاریم میدیم آزمایشگاه، پاتولوژیست یا آسیب شناسی بهش میگه، میدیم به اونا ببینن این چیه، کوفت، زهرماره، اتکه چرک، آب، سیست، یادتون میگه زانوم آب آورده اینا، سیست، مورچه میکشتیم میمالیدیم رو زانوم، فوتبال که بازی میکردیم میگفتیم خوب شد. خلاصه اینا اون قسمت رو یادشون رفته، ما هم اومدیم بهمون نوبت دادن رفتیم. حالا این خانم اومده دیگه دلشون هم نمیاد نوبت جراحی رو بندازن عقب، شروع کرده اینجای ما رو چاک داده. حالا که چاک داده میگه که ببین این ممکنه در نیاد. گفتی خب چیکار کنی؟ گفت خب بعد باید بری جراحی پلاستیک، اونا میرن تا زیر ماسل یا ماهیچه. گفت اینجا دوستان بیشترین عصب، البته همه جای بدن همینه، خدای شما این بغل ناخونتون دیدین یه کمی ریش میشه، دل آدم ریش میشه تا برسه به یه جایی با ناخونگی. اونا این که اشتباه میکنن با اینجوری میجوانش میکشنش که دستشون هم زخم میکنه. همون سعدی میگه چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، حقیقت داره.
حالا اینجاست اینا. خانم توضیح داد اینجا پر ماسله، گفتم ما هم به جایی که ماسلا بیاد دور کمرمون و شکممون، اومده تو کلمون، چربی ها رفته دور شکم. خلاصه نادر گرامیان با ارادت تمام، خیلی ممنون آقای گرامیان. دیدم شما شماره های بعدی کتابتون هم نوشتید، اگه اونا رو هم بفرستین برای دوستان میذاریم. در هر صورت خب میگه که رشته کلام از دستم رفت. آها، حالا ما خوابیدیم و یه خانم دیگه هم کاراشون انجام میدن، از همون یودور تنتور یاد میگفتن، یه چیزی اینجوری زرد رنگ بود، دکتر کاووسی تو شیراز. میگم من از اعصابم هنرستان میرفتم، یه روز صبح داداشم صدام زد گفت کچل شدی، گفتم اوکی شدم که شدم، گفت به خدا دروغ نمیگم اینجا الان تو بیرون میخوابیدیم دیگه تو حیات، گفت الان نور و آفتاب افتاده بلند شو چه خبره، گفتم تو میخوای من برم صبحونه بگیرم ولمون کو بخوابیم، گفت آقا بلند شو گورو بابای صبحونه کچل شدی، اینجا ما کچل شده. رفتیم دکتر کاووسی یادش بخیر، فکر کنم دیگه فوت شده چون همون زمان خیلی پیر بود. خلاصه اون به من گفت که این هیچ چی نیست، چون به بعضیا برق میزدن، به بعضیا سوزن میزدن، همین لابد استروید و اینا بوده، این گفت شما فقط با یودور الکل تمیزش کن. میدونست ما بچه ها میریم تو گرد و خاک و آشغال اینا، یه چیز زرد رنگی بود میزدن که بعدم معلوم شد هم اون بد نباد بزنی، هم مرکوکروم بد نباد بزنی بمانه. خلاصه این خانم زد، گفتم این خیلی سرد شد این چیه، گو یاد ایز فلان، گفتم ها تو ایران هم میزدم، بعد یادم رفت بگم شما چرا میزنی این که میگن بده. خلاصه بعد گفت که حالا یه چیزی یه سوزن میزنیم اینجا بیحس بشه، بیهوشت نمیکنن، اینجا بیحس بشه. این سوزن هم مثل زنبور نه یکی ها، 10 تا سوزنی، گفتم من اسم شما رو میذارم میس بی، به زنبور اینجا میگن بی، گفتم به شما میگم خانم زنبور. کلی خندید، گفت اتفاقا من به دختر 4 سالم بعض وقتا میگم تو مثل زنبور هستی، زیجری میکنه. خلاص با خنده و نمیدونم همه جور داره جراحی میکنه و اینا، یکم که کار کرد و اینا، بعد گفت که ببین این همش در نمیاد. گفت ما رو کشوندین اینجا، شما که گفتین این نچسبیده، این تکون میخوره فلان، حالا میگه همش در نمیاد، اینجا رو چاک دادی الان بعد بیام فلان اینا. گفتم حالا تو سعیت بکن. گفت درد میگیره ها، گفتم عیب نداره، ما ایرانی هستیم با درد بزرگ شدیم. همچین اینو میگرفت میکشید. دوستان دیدی تو میگه الان که دارم میگم تو دل آدم، تو دل آدم مثل آب جمع میشه یه جوره خلاصه اینجوری و اینها، همه رو تحمل کردیم اومدیم دیدیم کلامون شده اینقدر. بعد تازه گفت چشمت سیاه میشه، از چشمت آب میریزه. گفتم عجب، ما به پای خودمون به دست این خانم چه ضربه ای زدیم به صورت خودمون، حالا قیافمون مثل چاقوکشا اینجام ضربه خوردیم، حالا اینم داشته باش از فردا ما چشمون هم اینجوری بشه. اتفاقا داشتم میرفتم خونه مادرم زنگ زدم بهش گفتم من دارم میام اینجام پانسمانه، این چشم هم بسته شده، نترسیه وقت مال این چیزا هست اینا. مادر من گفت چی کارش داشتی ولش میکردی دیگه، روش نیومد بگی آقای میتا چند سال دیگه زنده هستی. بعدم اوکی. خلاصه این خانم دکتره گفت ممکنه چشمت اشک بریزه این اینجوری. میگفتم بابا من اگه میگفتین حداقل میذاشتم دوشنبه تا این 3-4 روز خوب بشه، من جمعه برنامه دارم. گفت خب یه کاری بکن عکستو بذار اونجا. گفتم عجب وارد ها، مثل که این بلا رو سر چند تا آورده. خلاصه 5 تا بخیه از رو، 3 تا بخیه از داخل، تمام این ماجرا دوستان واقعا قد این سر انگشت، وقت پن نبود، مثل یه سکه کوچولو بود، خودم هم اینجوری دست میذاشتم بهش. اتفاقا 2 شب قبل از اینکه برم وقتی چای خوردم، این لیوان چای رو گذاشتم روش، دیدم چه آرامش خوبی میده. میخواستم بگم آقا من نمیام، زنگ بزنم بگم ولش کن، خندم گرفت یاد اکبری افتادم، گفت من از واکسن و سوزن میترسم، بگم من نمیام. یه هفته همین حوله گرم یا چیزو میذارین، شاید آب شد رفت دیگه، چربیه دیگه، آب میشه میره. اشتباه کردیم، خلاصه به دست خودمون رفتیم. الانم ببینید از این چسبای کوچولو دادن اینجوری که بزنم روش، ولی من نزدم که بیام به شما بگم مواظب باشین، حتما 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 سکند اپینیون یا یه نظر دوم از یه کسی که وارده، از یه کسی که این کار انجام داده، از یه دکتر دیگه بگیرید و خودتونو به آسونی زیر تیغ جراحی نبرید. اینا
مثل مکانیکی که دست به آچار هست به شما میگه کاری نداره که شما لنتو بخوای من برات عوض میکنم، بعد لنتو که میخری چرخو در میاری، حالا تو آفتاب هم وایسادی میگه باید نمیدونم درامم عوض بشه، اینم کنن فلان، دو روز سه روز علاف میشه بدون ماشین. اینا هم همینجوره، اینا هم میگه که کاری نداره برات درش میاریم. داز بادر یو، میگفت اذیتت میکنه، گفتم دردی نداره، ولی بعدم میاد گفت خب بی درش بیا. ما فکر کردیم حالا یه سوزن میزنه توش، اینجوری سوزن باور که اگر یه سوزن میزد توش، سوزنه رو میکشید بالا، هر کوفتی توش بود میمد بیرون. خلاصه حالا شهر و حال ما اینجوری شده. و دلیلی که من دارم اینا رو میگم، شما نوشتین چی؟ تنتور؟ آه تنتور یاد، بله همونو یودور الکل هم نمیگفتن؟ در چه هم میدونی چی میگم، تنتور یود. یه رنگ قشنگی هم داره، اون رنگ زرد کهربایی میگن سبز. یه رنگ به خصوصی بود، وقتی میزدی نه قرمز بود نه زرد بود. در صورت خب آقای فرهاد زمانیان میگه جدیدن شهرام همایون در کلاب هاوس یک روم زده به نام ما هستیم و کلن 35 نفر تو رومشان هستن، نتیجه 40 سال کار. میدونی چرا؟ ببین شهرام همایون خیلی زبله، این هی اومد تو اتاق مسعود معیدی، تو اتاق اون، تو اتاق اون، تو اتاق اون، تا یاد بگیره چجوری کلاب هاوس رو در بیاره بکشه سمت خودش. نفهمید که دیگه گذشته دوره تلویزیون، گذشته آقا، تموم شده. اگه شما میتونی مثل اون پسر جوانه که برش کار میکنه، شیرازی هم هست، آرش مشکات فکر کنم، مثل اونا باشی توی چی میگن تلگرام باشی، اینستاگرام باشی، فیسبوک باشی، این باشی، این باشی، یه 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر میرزن دور، چه فایده؟ اینا چه دوستی دارن؟ میگم آقا دوست چند ساله ما که من تو همه برنامه ها تشکر کردم سر یه چیزی که گفته برای ما بفرست، ما فرستادیم. ولی بعضی هم میگن آقا سوربی چند بار میگی، ولی آدم آخه دلش میسوزه. فرستادیم، بعد به ایش زنگ زدیم که آقا شما همیشه کمک کردی ممنون، ولی این دفعه پولی چیزی نفرستاده باشیم. میگه نه من اینجوری اصلا بعدش هم حالا قهر کرده نمیاد، حالا اگه برنامه رو بعد میاد نگاه میکنه، اگه لطف کنه اون اسمای اضافیشو از تو چیز ورداره، یا ولش کنیم آقا 5000 تا، از 5000 تا هر کی اومد براش بنویسیم دیگه ما تو این صفحه نمیتونیم شما رو داشته باشیم، بیاین تو صفحه مردم تیوی و اونجا بیشتر. اکبری این از چهارشنبه تا حالا من همش میگم این اکبری حق داره که دکتر نمیره. آقا من حالا یه چیز دیگه براتون میگم، امروز صبح من 6 بلند شدم رفتم یه جایی، از 4 بیدار بودم، همینجور خواب بیدار دیدیم. اون موقع است که آدم حالا یا رویاست یا کابوس، اینجا میگن دریم به رویا، به کابوس هم میگن نایتمر. اون موقع است که میبینی، چون خوابتم خواب بیدم که ها اینم کوفتی رو بردن آسیب شناسی، گفته 2 هفته دیگه ندید. من نمیدونم چیه که 2 هفته دیگه، بعض وقتا دیدیم یه میخوام کشتش بدیم. حالا همه اینا بگذره، ما چون شده 65 سالمون یه بیمه دیگه داریم، حالا 2 تا بیمه داریم، اینا دکترها ما رو 2 برابر دوست دارن، میدونید که منظورم چیه، 1 برابر 2 برابر، از این و اون میتونم بگیم. تو همین 4 تا 6 امروز صبح خواب دیدم که نتیجه اومده به من میگه سرطان داری و 6 ماه دیگه زنده است. دوستان امروز اگه یک کسی به شما بگه یه مرضی داری 6 ماه دیگه زنده هستی، چه کار میکنی واقعا؟ واقعا چه کار میکنی؟ میشینی کارهایی که انجام ندادی انجام میدی، مرتبشون میکنی، ردیفشون میکنی، برای فردای خانوادت که بدون تو هستن برنامه میریزی، چه کار میکنی؟ فکر نمیکنید هر کدومون باید این کار رو انجام بدیم؟ اگه اهل مذهب هستین، همه مذهب ها میگن وصیتتون رو داشته باشید، اگه اهل مذهب نیستید، آدم منطقی هستین، درست این دوتا رو میذارم روبرو هم، اگه اهل مذهب و دین نیستید و آدم منطقی هستید، منطقم میگه شما برنامه را، نقشه را، به اصطلاح برنامه فرداتو داشته باش، مثل مجاهدین نباش، یه روز اینجا شورش میشه میگن ما بودیم، فردا اونجا شورش میشه میگه ما بودیم، یکی نیست میگه بدبخت کجا کی میخوای شورش کنی، اعلام کن اومدن اومدن، نیومدن مثل این کلاب هاوس آقای شهرام و مایون 35 نفر. آقا بیا برو برو یه کاری برای خودت انجام بده. دوستان الان اینجایی که من نشستم
شما اگه گواهینامه رانندگی هم نداشته باشی، میبرن یادت میدن که اتوبوس مدرسه چجوری رانندگی کنی، گواهینامه اتوبوس مدرسه رو مجانی بهت میدن، گرونه ها، سالی 80-90 دلار فقط پولش، اونم بهت میدن، 2700 دلار هم بهت بونس میدن، بونس یا پاداش که بری کار کنی. بدبخت آقای شهرام همایون، این چه زندگیه؟ والا من الان چند مدت به دوستان گفتم آقا حمایت کنید حمایت کنید، خجالت کشیدم، گفتم آقا نمیخوام، سه روز برنامه بذارم بگم حمایت کنید، خب دو روز میرم کار میکنم، دو روز هم که میرم کار میکنم 150 دلار 200 دلار 400 دلار 1000 دلار گیرم میاد برمیگردم. برین دنبال کار زندگیتون. حالا آقای شاهافر اگه یه برنامه، چون اونا 14 ساعت از ما جلو هم. یعنی من الان دارم حرف میزنم، ایشون خوابه، ایشون بیدار میشه تو استرالیا، من خوابم، اینه که خیلی مشکله. میخوام با اینا صحبت کنم بگم شما چیه دلتون خوش کردین 7-8 نفر میان میشینید تو تلویزیون 40 دقیقه میشینید بیچاره ها که 2 دقیقه صحبت کنید. خب برید یه کاری زندگی، حتی اگه میخوان جنبش را بندازین یک کتابی، آقا چگونه جنبش را بندازم، چگونه جنبش نمیدونم چی میگن نافرمانی مدنی را بندازم، چگونه جنبش جنگجویانه را بندازم. بعد برید امتحان کنید، شد شد، نشد نشد، برید دنبال کار زندگیتون و الی آخر. خب بیایم اینجا ببینیم. توی برنامه قبل من گفته بودم که پدر کریم نیکویی، من ویدیوی ازش ندیدم، نو واندر. خانم لیلا میلانی، ممنونم از ایشون، برای من نوشته بود که من یه ویدیو از ایشون دیدم توی فاکس نیوز، برای منم لطف کردن فرستادن و من تماشا کردم. خب چه انتظاری بیش از این میرفت؟ من نمیخوام بگم همه ارتشی‌های آمریکا آدمای بدبختین، یادتونه تو ایران میگفتن همه پلیسای راهنمایی مال پرورشگاه هستن، بدبخت اون پرهام و تدین و اینا تو شیراز بودن، میگفتن اینا پرورشگاهین، یا به قول شیرازی ها پرورشگویین. بمانه، نمیخوام اینو بگم، ولی آمار ارقامی که شما نمیتونید چیز کنید، میگه افرادی که میرن تو ارتش آمریکا، چون اینجا وظیفه نیست، گفتم بهتون این خدمت وظیفه رو هم اشتباه کرده بودن، چون خدمت که وظیفه نمیشه، خدمت شما یه کاری رو برای خودت، برای رضای خدا، برای رضای دوستت انجام میدی، در قبالش هم چیزی نمیگیری، وظیفه یه کسی به شما حقوق میده، میری اون وظیفه رو انجام میدی. از بس چیزای ما قاطی پاتیه، به مدرسه ملی، به مدرسه خصوصی میگفتیم ملی، به مدرسه دولتی میگفتیم، اصلا نمیدونم یعنی باید بگفتیم ملی، چون این ما رو مردم، دولت که چیزی نداره. چون یه نفر امروز مثلا نوشته بود شاهی که به بچه ها خوراک میداد چگونه میتوانست بد باشد، نوشتم آقا پوفیوز، مگه پول از جیبش ننش آورده بود؟ واقعا اگه کسی تو شیراز این فوش بود، به یکی میگفتن ننگدا، واقعا شاه ننگدا بوده، یه آدم فقیر و فلان بیساری، اون باباش اومد 4 سال اول خوب، بعدش دوزی و فلان اینا تیپا زدن تو کنش کردن رفت بیرون، بعدم بابای پسره اومده نشست اینجا. احمقا برید به دنبال کارتون، هیچ کدومشون هم حاضر نیستن بیان با شما صحبت کنن، چون میدونن که هیچی ندارن و دارن دروغ میگن. بمانن کجا بودیم؟ آها، اینایی که میرن تو ارتش دو سه تا شاخه داره، یا طرف از روز اول، از اولین اسلحه‌ای که خریده، از اولین فیلمی که دیده دوست داشته پلیس بشه، دوست داشته بره تو ارتش، یا یه فیلمی دیده احساساتی شده، اون حس هم حس وطن پرستیش و اینها، یا اینکه بچه بدی بوده نتونسته درس بخونه، خانواده‌اش حتی میخواستن تنبیهش کنن، تشویقش کردن بره ارتش، یا اینکه بهش میگن broken house. broken house خانواده هایی که زن و شوهر طلاق میگیرن، دعوا میکنن، اینا بچه جا نداره، دو روز باید بره خونه همش، اینا بلند میشه میره ارتش. حالا ارتش که میره چند تا حسن داره، یکی این که خب یه جا داره تخت شب بخوابه، حقوق بهشون میدن، لباس بهشون میدن، خوراک بهشون میدن، حتی بهشون پول میدن اگه بخوان برن دانشگاه، حتی اگه رفته باشه دانشگاه بدهکار باشه، اومده باشه بیرون، بدهی دانشگاه رو میدن، پس میارزه. و ما هم در مقامی نیستیم که به کسی بگیم چرا شما میری تو ارتش، اگه اون نره اون نره
خب بچه من و شما رو به زور میفرستن. اوکی؟ خب برن. حرفی نداره. ولی جالب اینه. آقای استیو نیکویی اسم خودشو عوض کرده یا گذاشته استیو نیکویی، ولی بچهش که 20 سال پیش تو آمریکا دنیا اومده اسمش کریم نیکویی بوده بیچاره. خب حالا این آقای کریم نیکویی که خیلی آدم مهربونی بوده، چون من و شما هیچ کدوممون نمیام از موقع که عصبانی هستیم به کسی فوش میدیم فیلم بگیریم، معمولا ممکنه موقعی که داریم به یک کس کمک میکنیم فیلم بگیریم. این بچه هم کریم نیکویی موقعی که داشته خوراک میداده به بچهای افغانی، آب میریخت تو دهنشون، نمیدونه باهاشون بازی میکرده و اینا، فیلم گرفته. اوکی. مادرش یکی دو تا مصاحبه داشت و گفته بود که جو بایدن گفته اینجوری، گفتم نه تو رئیس جمهور ما نیستی، پرزیدنت ترامپ، و به زودی تو مرا خواهی دید، که من بهتون گفتم این حتی یک تهدیده و ممکنه تحت نظر باشه، چون 18 سپتامبر که امروز 10 قرار دوباره این طرفدارای ترامپ بیان واشنگتن، و از الان هم بری واشنگتن دارن فنس میزنن، نرده میزنن، پلیس دارن میارن فلان اینا. چقدر ما خرج باید بدیم برای که 4 یه عده دیوانه فکر کردن ترامپ با خدا صحبت میکنه. میدونید خود ترامپ گفت خدا من انتخاب کرده ها، فکر نکنید دارم دروغ میگم، برید ویدیوش ببینید. بگذارید این مادره، حالا آقای استیو اومده با تاکر کارسون. تاکر کارسون اولا تو سی ان ان بود، پاپیون هم میزد، از این بچه سوسولای پول داره. بگذارید حالا اومده رفته تو سی ان ان، رفته تو فاکس نیوز. فاکس نیوز تو آمریکا بهش میگن فاک نیوز. فاک کلمه خیلی بدیه، مثلا میگن یو مادر فاکر دیگه، شما میفهمی هنچه. خب رفته اونجا، این آقام رفته با این صحبت میکنه. اولا شما برید زمان مصاحبهش ببینید چقدر طولانیه و چقدر تکراریه، نمیدونم اینجوریه اونجوریه فلانه بیساره. آقا روزی که پسر شما رفت تو ارتش، اسلحه گرفت دستش، عکس گرفت با اسلحه که نمیخواد آش هم بزنه، با اسلحه میخواد شلیک کنه، اونم اسلحه‌ای که آیه مسیحیت روشه. میدونم الان میگن که سوربی روز روزونش که سرش زخم نبود دیوونه بود، حالا دیگه دکترم چاقو زده رسیده به مغزش دیوونه تر شده. نخه، برید بنویسید اینو که روی آیه های اسلحه های آمریکایی ها آیه انجیل نوشته شده. خب با این بلند شده رفته عراق چی کار کنه؟ تویی که ایرانی بودی، همسایه عراق بودی، همسایه افغانستان بودی، یه روز نشستی به پسرت بگی بابا انگلستان و آمریکا نشستن برای مردم ایران تصمیم گرفتن. دوستان بعد از برنامه ها، الان نه، برید مردمریپورت.com. مردمریپورت.com میدونید که 2009 من اینترنتشو خریدم و شروع کردم، تا 2011 خبرها رو اون آقا میذاشت و بمانن. مردمریپورت.com این بالای صفحه الان بهتون نشون میدم، بذارید مردمریپورت.com یادم باشه، مردمریپورت.com. شما هم هنوز مثل من انگشتی میزنین یه انگشتی؟ بله، نگاه کنید دوستان، 16/9 اینه. ضمناً اگه کسی دنبال یک پورتال خبری، یه صفحه‌ای که اسمش دیگه شناخته شده باشه، این مردم ریپورت، این بالا نگاه کنید اینه مردمریپورت.com. بعد میای پایین اینجا میبینید نوشته و کودتا، این بی بی سی و کودتا، اینو شما کلیک کنید دوستان این ویدیو. ضمناً شما میتونید ویدیوهایی رو که دوست دارید خودتون اینجا برید بذارید. من الان مثلا ویدیو شاهین گذاشتم راجع به شوگر ددی های خواننده، از عارف گرفته، از مرتضی گرفته، از ابی گرفته، از اون مرتضوی گرفته، که اینا میرن زنای 40 35 سال 20 سال از خودشون جوانتر میگیرن، بعد تازه مرتضی با پررویی میاد میگه برای من از ایران پرستو فرستادن. آقا پرستو نفرستادن، زیپ شلوارت شل بوده. بمانه شما بیا اینجا بزن کودتا، بعد نگاه کن. این به نظر من یه برنامه خوبی هست. ببینید اینه
لینکش هم الان من میارم تو فیسبوک میذارم برای دوستان از خودم تنبلتر. نه دیگه، میذارم مردمریپورت.com، برید اونجا که یک کلیکی هم اونجا بشه. اینجا. آها. خب اینم از این. برگردیم اینجا به صفحه خودمون. توی این دوستان نشون میده، من برای آقای بهمن احمدیان هم فرستادم. آقای بهمن احمدیان با وجود که انگلیس درس خونده ولی حالا اومده آمریکا، فکر میکنه انگلستان فقط تو سیاست دنیا دخیل بوده و انگلستان برای ایران بخیل بوده، پدر ایران در آورده. نمیدونه که بابا اولا کودتای دوره مصدق، آقای بهمنیان شما که طرفدار دکتر مصدق هستین، اونه که دیگه بابا آمریکا، ایجکس، طرح CIA، شعبون بیما، اینا رو که دیگه همه میدونن. ولی با همه اینا شما برید ببینید که این ماجرای کودتا چجوری همراه هم دیگه، حالا اشرف از یه جا کار میکرده، شاه از یه طرف، آمریکا و انگلستان، اینا چجوری این برنامه رو انداختن. اینم برمیگرده به این ماجراهایی که این آقای استیو نیکویی با برای پسرش میگفت که آقا تو داری کیو میکشی؟ دشمنته اومده به خواهرت تجاوز کرده، به مادرت تجاوز کرده، به پدرت زده، دوز زده خونت رو، چی کارت کرده اون افغانی بیچاره؟ شما کاری نداری اونجا. اونم که حتی ترامپ احمقم مال 2001 سپتامبر 11 که گفت که آقا این عربستان بوده و وهابیون و نمیدونم ماجرای اون پرینس عربستان کی بود اینجا، روزی که پرواز ممنوع بود رفت. حالا تازه جو بایدن بعد 20 سال این اطلاعات محرمانه رو اصطلاح آزاد کرده. خیلی دلتون صابون نزنید، اطلاعات محرمانه اینجا وقتی میاد بیرون نصف صفحه سیاسی‌ها خط میکشن، اسم فلانی پیدا نباشه، محلش پیدا نباشه و الی آخر. آقای سهراب چمنارا هم هی برنامه میذاره، هی برای ما میفرسه، منم هرچی براش مینویسم آقا طولانی که مینویسی والا هیچ کس نمیخونه. اینم از این. خب اینجا هم صحبت بود، آقای سم هم توی یکی از این چیزا با ما مشترکه. خب دوستان اگر اکانتی یا حسابی دارید که هنوز میتونید دسترسی بهش داشته باشید و از استفاده نمی کنید، از حساب ما جداش کنید تا دوستانی که میخوان بیان بتونن بیان. ولی اگه نیومدنم، من این نوشته رو آماده کردم که بنویسم. از اینکه شما مایلید با ما باشید تشکر میکنم، ولی فیسبوک بیش از 5000 تا، بهتون گفتم یه زمانی من 12 تا اکانت داشتم، هی شروع کردیم، هی بعدن که خواستیم جمعش کنیم همه رو که بردیم توی مردم تیوی دیدیم 20000 تا هم نشد. میدونید یعنی خیلیش تکراری بود، خیلیش مثل هم بود. شما ایمیلتو نگاه کن، سوربی پارسا یه اکانت داره، سوربی پارسا یو اس ای یه اکانت داره، دوتاش یه آدمه. چرا یه روز اومده یادش رفته به جایی که حالا به اونا نامه بنویسه، اون احمقان بنویسن 2 هفته طول میکشه، فوری اکانت جدید درست کرده، اون ایمیل شما رو بلد بوده، برای شما نوشته آقای اکبری از امروز ایمیل من اینه، آقای زمانیان از امروز ایمیل من اینه، ولی اون ایمیل ها مونده. اینی که شما میگی تو اکانت من 3000 تا ایمیله، ممکنه مثل مال من 700-800 تاش تکراری باشه. این کارو گوگل انجام میده گهگاهی، ولی بازم نمیتونه چون اسما رو جابجا میکنیم اینا، میگه نکنه یه وقتی یه اسم عوضی رو پاک کنم، نه اسم یه آدم عوضی رو، یه اسمی رو اشتباهی پاک کنه. بله آقای بله زمانیان نوشته که بابا زمان شاه در دوران راهنمایی همه بچه کلاس با زیر شلواری میرفتیم سر کلاس. نه ما نمیتونستیم با زیر شلواری بریم، ولی با شلوارای میرفتیم که خدا نصیبت نکنه، وصله همه جاش داشت، از خشتکمون، دم کونمون، سر زانمون همش وصله‌ای بود. بعد این از این. آقای شیرازی نوشته بیشتر بچهای ارتشی میرفتن ارتش تا شغل پدرشان را دنبال کنن. من چند تا کیس داشتم که بابای مجبورشون میکرد برن، به خیال خودشون میگفتن ارتش از پسرای مرد میسازه، در صورتی که اون ارتشی های رده بالا
حتی اگه مردم بودن اومدن تو ارتش، بعدن بدبختا بیباخار شدن، همشون رفتن بنگاه های معاملاتی و خرید فروش ماشین و نمیدونم، چهار تاشم که آدم بود در افتادن با شاه، یا نمیدونم هواپیماشون خورد به کو، یا نمیدونم چترشون باز نشد فلان، اینا بگذریم دیگه میدونیم. کودتا اشرف زاهدی و تیمسار خسروانی رأس کار بودن در کودتا. اون برادران رشیدیان چی؟ شعبون بیمخ چی؟ اون آیزنهاور یا روزولت، ولی نه پرزیدنت روزولت ها، یه چیز دیگه است اسمش. این چیز بی بی سی رو نگاه کنید، براتون گذاشتم توی مردمریپورت.com برید و من اینو عوض نمی کنم. اون قسمت سمت چپ بالا بی بی سی و کودتا، خود بی بی سی توضیح میده. اتفاقا هفته پیش یه اتفاقی افتاد، چند روز پیش، حتما شما هم دیدید که بی بی سی، نه تلویزیون، بله بی بی سی داشت با یک نفر مصاحبه میکرد و قطع شد، شمارهش نشون داد، هواپیمای پاکستان رفت زدش. برای این دوست اون آقا فرا نوشتم توی آقا گروه پدر بی بی سی، گروه پدر انگلیسی ها، گروه پدر سی آی ای، گروه پدر پاکستان، ولی شما به من زنگ بزن. من با اسکایپ بارها دیدین دارم با آقای ایکس، خانم ایگرگ صحبت میکنم، وقتی اینترنت قطع میشه اگه طرف شمارشو به جاش اسم ننوشته باشه، نمینویسه فرزاد یزدانی، فرزاد یزدانی، یا نمینویسه فرزاد نیساری، یا نمینویسه امیر حسین لادن، شماره تلفنشو مینویسه. اون وقت این روزا شماره تلفن، طرف در کوههای هرات نشسته یا در دره پنجشیر نشسته، ممکن تو پاکستان تو هتل نشسته، ولی تلفن شمارش مال اونه. بعد اگر سیستمای حفاظتی و اطلاعاتی پاکستان و آمریکا و اینا بلد نباشن تلفونا رو از جی پی اس و اینا کنترل کنن، میان میشینن که تلویزیون من و تو یا بی بی سی با فلانی صحبت کنه، اسکایپش که قطع میشه شمارش بیاد، از رو شماره تلفنه برن بزنینش. آقا این حقانی ها یا حقانی ها و پاکستان 15 سال برنامه ریختن. این آقای عمران خان چندین سال میگه آقا ما تلفات دادیم، 75,000 نفر تلفات دادیم، الان موقعی که پول بسازیم. شما ریسورس میدونید، منابع معدنی افغانستان میدونید چقدره؟ میدونید که بیشترین و بهترین جایی که باتریای آینده این ماشینای برقی رو ازش میتونن درست کنن افغانستانه. حالا مس و گاز و اینا بماند، همه اینا رو همین دوستای ترامپ هم که اونجا بودن معامله کردن، از اونجا میره پاکستان، از پاکستان میاد آمریکا و میره کشورهای دیگه. چرا چین دنبال افغانستانه؟ چرا آمریکا دنبال افغانستانه؟ همه میگن آمریکا ولش کرد اومد بیرون. نه آقا، آمریکا دید کشورهای دیگه بازیش دادن، گذاشتنش تو تیررس، خودش رو از تیررس کشیده بیرون، حالا از بیرون میزنه، میگه آقا من از لاس وگاس پسر نشسته با این جویستیک بهش میگن، میچرخه قشنگ، میره پایین، دوربینو میندازه نگاه میکنه، اینو میزنه اونو میزنه میاد بالا. دیگه چرا بیام سرباز اونجا نگه دارم که آقای دیک چینی یه آب 10 سنتی، این بطری ها اگه تو گستیشن اینا بخری 1 دلاره، یه جای سر پل دزگیری باشه 3 دلاره، ولی اینا میخریدن 10 سنت، خدا میدونه اونا که زیادتر میخرن شاید هم ارزونتر، میدادن 7 دلار هر بطری آب انقدی، این 1/3 لیتره، نیم لیتر نیست، 1/3 لیتره، بله این 1/3 لیتره، آه ببخشید این نیم لیتر، 10 سنت میخریدن میفروختن به ارتش آمریکا 7 دلار. خوششویی، خوششویی چپ و راست، مجانی، طرف بره بیرون، خب بره بیرون، بیاد عرق کرده با بدبوشونه، میگه چیزی رو که شما اینجا 2 دلار میدی یه شلوار میشوری، 2 دلار هم میدی یه کت میشه 4 دلار، اونجا که کارگر ارزونه، همه چی ارزونتره، نزدیک 40 دلار یه خوششویی، خوشویی یه کت شلوار که چه عرض کنم، اوورکوت چی میگم، لباس یونیفرم که نه اتو زدنی میخواد، کتون هم هست، من اندازش بره، نه خراب میشه نه فلان. خب معدن لیتیوم در افغانستان هست، در کل دنیا، بله بفهم. چند تا
چند تا فیلم ایرانی دیدم از بس بد بود خجالت میکشم اسمشو بگم. یکش به نام مجرم، دوباره همون لوسبازی ها، لاتبازی ها، چاقوکشی ها، و آدم واقعا خجالت میکشه و شما میخواد خوشت بیاد میخواد خوشت نیاد. من گاگای این فیلم ها رو که میبینم میگم بابا این باطلاق ایران، لجنزاره، و خوشحالم که از این لجنزار بیرونم. حالا شما میخوای بگی سوربی وطن فروشه، بله من وطن فروشم. شما اگه وطن خر هستی لطفا بیا جلو، شاخاتم که نداری، گوشتو بلند نشون بده که خر هستی، من وطنم به شما بفروشم. آقا به خودمون دروغ نگی. یه فیلمی هست راجع به رانندگی در بنگلادش، برید ببینید این موجودات، والا من اگه یه کاری میشدم 12 میلیون واقعا جانورن اینا، ریختن تو داکا، گویا پایتختش داکان دیگه، نه ببینید چجوری رانندگی میکنن. میگه وقتی ما میزنیم به یکی میترسیم وایسیم، اینجا هم داره تیر میکشه، دیدید زق میزنه، چی میگن ما شیرازی ها میگیم وجه میزنه، هی میگه بس اینقدر زرزر نکن، سردرد گرفتن مردم. خلاصه 12 میلیون اونجا هستن، یه مش دوچرخه، سه چرخه، یه مش چیه آشغال. من یادم بابام از این ماشینای بتفورد داشت، بتفورد از انگلستان میارن اونجا، کامیون به این تمیزی قشنگی، یه اتاق چوبی زشت براش درست میکنن، زل و زنگوله، پول و فلان اینها، بعد چراغ روشن قرمز، همه میرن، پلیس هم وایساده هی بدبخت سوت میزنه، فکر کنم همه این پلیسا قور شدن. برید حتما این فیلم ترافیک این بنگلادش رو نگاه کنید، 40 خورده دقیقه بود. من دیشب نگاه کردم گفتم بابا اینجا ما یه نفر کج میاد تو خط، یه بوق براش میزنیم که راهنما نزدی روز من خراب کردی، ولی اونجا اصلا از آدمیت خبری نیست که نیست. خب امیدوارم هر چیزی رو گفتم تمومش کردم، چون خیلی از شما گله میکنید که سوربی چیزا رو نصف کاره میگی و میری. آها یه تبریک خیلی بزرگ به تیمهای فوتبال ایران. که چرا میگم تیمها؟ چون وقتی میشه تیم ملی گویا از افراد مختلف گرفتن، درسته؟ گویا برنده شدن در آسیا، اینجا نوشتم بی بی سی و کودتا فیلم مستندشو بهتون گفتم، این خط بزنم مستند. تیم ملی فوتبال ایران در رده نخست آسیا قرار گرفت، هم به اونا تبریک میگم هم به شما. بالاخره یه 90 دقیقه احتیاج داشتیم که خارج از سیاست کثیف و خارج از این تلفونا و کلاب هاوس و اینها بریم به چیز برسیم، به حالا هر کی ورزش دوست داره بره خوش باشه. مستند 20 سال مال تلویزیون ایرانه، فکر کنم کانال 3، ولی برید ببینید راجع به افغانستان چی میگه، چجوری اینا 20 سال اونجا موندن و چرا حالا ولش میکنن میرن، در همین مورد صحبت میکنه. تلگرام لایو شو، اینم گفتم نوشتم اینجا، هم آوردم دوربین و دستگاه و سپایو و اینها گذاشتم، بعد دیدم بی خوده. ما آقا همین یوتیوب و فیسبوک از سرمون میاد از پامون در میره. یعنی چی؟ یعنی آب میریختن رو سرشون، مثلا یه سطل آب میذاشتن، میگم من مثلا همین یه سطل آب از سرم میاد از پام در میره، یعنی میتونم با همین یه سطل خودم رو تمیز کنم. خب واکسن زده طرف، حالا همه جا رو تیره و تار میبینه، داستانهای مختلفی شنیدید نه؟ اینو ایرانی ها نوشته بودن، نوشت رفتم واکسن زدم، بعد اومدم بیرون دیدم همه جا تار هست. خلاصه با نگرانی و اینها وایسادم، زنگ زدم، دوستم اومد گفت کجا بودی چی شده اینا، گفتم اونجا، گفت که بیا بریم ببینیم، بهشون بگیم دیگه، نمیتونسته بره. وقتی رفتن اونجا خانمه میگه آقا ما این همه صدات زدیم، عینک تو اینجا جا گذاشتی، طرف واکسن که زده بوده عینکشو گذاشته اونجا، بعد اومده نوشته من واکسن زدم حالا چشمام درست نمیبینه. ولی یه چی بهتون بگم، اما روزی که این خانمه اینجای ما رو شکافت و اینها، آخرش هم صدای یکی دیگه زد که بیان بگیرن، سه نفر بکشن، یه ترسی وحشتی به من دست داده بود که خب حالا این میگه چشمت سیاه میشه، آب میریزه، اونا هیچی، اگه یه وقت آدم نبینه چه کار کنه؟ و واقعا گاهی وقت چشاتونو ببندیم، من شب که بلند میشم
با وجود که چراغ خواب دیگه الان چندین سال چراغ خواب گذاشتیم، این چراغ خواب نباید باشه، که چراغ بیداری باید باشه، چون تو خواب که چراغ نمیخواد، وقتی بیداری لازم داری. چراغ خواب گذاشتیم ولی باز وای میسم که چشمم عادت کنه، اگه میخوان چشم بودم ببینید عادت کنه. این مردمه که چشم وقتی که نور کمه بیشتر باز میشه، اونا که تو کار عکاسی هستن میدونن این دیافراگم بیشتر باز میشه، اونا که فیزیک خوندن میتونن که نور بیشتری بیاد به تابه و منعکس کنه و اینها. و این بود که شما مثلا از بیرون میرفتی تو سینما اول هیچی نمیدیدی، ولی وای میسادی یکم هم چشت میبستی، چشتی که بندی زودتر عوض میشه، بعدا همه چی هم میدیدی. خلاصه اون موقع من میگم که اینایی که واقعا نابینا هستن چجوری. البته مثلا آقای ارشاد پدرش نابینا بوده و میگه دوچرخ سواری میکرد. یه آقای نابینایی هست، فیلمش رو این 12 ساعت برنامه ما اگه عقب جلو برید حتما میبینید، بازم میذارم تا هفته آینده، به نام داستان اکبر کارگر. نشون میده این آقای مثلا یه شالیزار درست کرده برای برنج و میگه از من میپرسن تو چجوری میفهمی دست که میکنی توی این جایی که آب هست کدوم یک از اینا خراب درش میاری، یا کدومش علفه به جای برنج و اینا. اونم فیلم جالبی، حتما ببینید. 2-3 تا فیلم کوتاه گذاشتم، یکیش همون امیدیه یا امیدیه هست، که این فیلم 2-3 تا اشکال بزرگ داره. اینایی که ادعای خوبی و پاکی و مقدسی میکنن، اصل ماجرای ثبت نام و عضو شورای مجلس شورای شهر شدنشون به تقلب بوده. خب این اشکال داره دوست عزیز. من اگه آقای اکبری نمیدونه شیرازه ولی من میرم اسمش نیستم، من تقلب کردم. اون وقتی میفهمه اگه بیاد ادامه بده، اون تو این تقلب با من همکاری کرد. فیلم امیدیه رو ببینید، امیدیه یا امیدیه، و فیلم اکبر کارگر. و دیگه چه فیلمایی دارم یه لحظه اجازه بدید من اینجا یه نگاه کنم بهتون الان میگم که چه فیلمایی اینجا هست. امیدیه، بی بی سی و کودتا، برنامه آوا، این همین برنامه اکبر، یه چیزی دارم یو اس ای، آها اون یو اس ای 20 دقیقه هم گذاشت، 20 سال هم گذاشتم، پس لازم نیست دنبالش بگردی. تو همین برنامه مردم تیوی دات کام اون شاخص تایم، اون توش چی باید بگیم، اونو این ور اونور ببرید میبینید، مثلا برنامه سربیه برید اونورتر میشه آوا، ببرید اونورتر میشه موزیک گوگوش، هم دیگه بسمونه ور میدارم تا شما بیشتر اینا دور بزنه. و همین، شما میتونید فیلم بفرستید اینجا پخش کنیم با خیلی هزینه بسیار کمی. ما روز که شروع کردیم گفتیم 20 دلار، بعد گفتیم اگر فیلم ها از قبل ضبط شده باشه و اینها 10 دلار، 5 تا روز 5 تا 10 دلار شما پرداخت کنیم، ما 7 روز همش سیستم آمریکایی رو داریم استفاده میکنیم، مزمی هم به جایی نمیرسیم. ولی اونایی که هنوز اون پدر سوختگی و کلک و شالاتانی و دروغ ایرانی ها رو دارن به خورد شما میدن، اونا پول میسازن. یه هم میگه خانم فلانی ممنونم استیکر خریدید، آقای فلانی ممنونم چوب خریدید. امیدیه حوصله درست میگی، قبول دارم، ولی باید نگاه کنی. من که بهت یاد دادم چجوری با سرعت تند اینا رو نگاه کن. دوستان یه بار دیگه بهتون نشون میدم، وقتی که فیلمای ایرانی میبینید اگه دیدین فس فس میکنن، نگاه کنید، میرید تو یوتیوب. اوکی، بذارید من بهتون اینجا نشون بدم کامرای 2 یوتیوب. مثلا این فیلم گم شده رو ما میزنیم، اوکی؟ این یکی الان اگه بزنم لایو مال خودمون رو نشون میده. خب بذارید اینم نشون بدم که بهتون بگم چجوری برگردونی الان. چقدر زمان تاخیرمون کمه. ببینید حالا هی میره داخل هم دیگه. نگاه کن. ببینید این امیدی است الان. برمیگرده عقب. این آقای مهدی سلیمانی کانون آوا باهاش مصاحبه کردم. همینجوری تا 12 سال. ها این اون فیلم اکبره. نه این فیلم بی بی سی و چیز، این مال هفته قبل، این فیلم اکبره که کشاورزی میکنه از نردبون بالا میره و اینها. بماند در هر صورت. برگردیم به این صفحه، نگاه کنید. مثلا شما این یوتیوب این فیلم گم شده رو میخوای نگاه کنی، ببینی خیلی فس فس میکنه. اوکی، میای اینجا، این چرخ دنده هست،
نگاه کن این چرخ آسیاب، چرخ دنده یا ستینگ، ببین من تا آوردم روش میگه ستینگ، اینو که کلیک میکنی همینه دیگه. نه آها کجا سرعتشو میده، آها این چون آگهیه نه، بعدش سب کنی اسکیپ، آها چون آگهیه نه، ولی این نگاه کنید وقتی فیلم اصلی میرسه این تی پی ام هم من براشون نوشتم بابا خجالت آور، شما از اول برنامه تا آخرش یه چیز سفیدی میذارید اینجا، هم اعصاب ما رو خود میکنه، هم تلویزیونمون پیکسلاش میسوزونه، یه کاری براش بکنید. ببین آقای اکبری و دوستان دیگه، میای اینجا سیتینگ نگاه کن، میگه سپید پلی بک سپید، این الان نشته نورمال، نگاه کن من میتونم بگم 25% کم بشه، یعنی کم بشه بشه 1/4، یه حرفی رو اگه نفهمیدی اینجوری زیاد بشه 1.5، 1.75، حتی 2 برابر. من خیلی از فیلم های فارسی، خیلی از برنامه های تلویزیونی فارسی رو روی 1.5 نگاه میکنم تا قابل تحمل باشه. اون چیزی که شما گفتی من واقعا باهات موافقم و خدا رو شکر که سر یه چیزی با دوستان ایرانی توافق داریم. باز هم ممنون و متشکر. و شما هم می توانید ویدیوهای خود را اینجا اضافه کنید. دوستان من یه بار اینو به شاهین نشون دادم، گفت من رفتم نشده. فکر کنم نگاه کنید دوستان این صفحه مردمریپورت.com که میاد، بهتون گفتم من اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی، من اولین تلویزیون ایرانی که اجازه داده تلویزیونای دیگه، رادیوهای دیگه، روزنامه‌های دیگه اونجا باشن، اولین صفحه خبری که نرخ ارز و ریال و اینا رو شروع کردیم نوشتیم، اولین صفحه خبری که دایره المعارف ایرانی رو گذاشتیم، ایرانی کار رو گذاشتیم، فرهنگ لغات رو گذاشتیم، همه این کارا رو ما انجام دادیم، ولی دیدیم تا شالاتان نباشی نمیتونی از ایرانی پول بگیری. حالا اومدیم شدیم همین، از مردمریپورت.com این مونده. کجا دارم حرف میزنم؟ بذارید من کامرای دور بهتون نشون بدم. اینه نگاه کنید دوستان، اینجا نوشته شما هم می توانید ویدیوهای خود را در این صفحه نشان بدهید، اینو کلیک میکنی میارته توی پلیلیست ما، اون وقت یه جایش میزنی، فکر کنید چون صفحه خود منه نمیذاره، ولی برای شما یه جور دیگه نشون میده که شما لینک یوتیوب رو میتونی اضافه کنی. ما یه قدم بالاتر میریم، اگر نتونستی اون یوتیوبی که میخوای نشون داده بشه لینکشو با ایمیل برای من بفرست، لینکشو تو فیسبوک برای من بفرست، من نشون میدم. فیلم سینمایی ایرانی ولی باید رو یوتیوب باشه، چون این سرویس به وسیله یوتیوب داده میشه، از یوتیوب میخواد استفاده کنه ویدیوهاش. اینم از این. بله امیدی حوصله فلان، خانم ملیحه حامیان میگه که کاوه سربی سلام به شما هموطن خوب مهربان، سریال افرا جنگل‌های زیبای تالش جالب است. خب شما میتونی این رو، آهان میگه که منم یه فیلم دیدم به نام نرگس مست، واقعا لذت بردم. فکر کنم منم دیده باشمش، فکر کنم منم دیدمش اونو. فیلم های قشنگی می سازن. بعضی فیلم ها آقا یه داستان ساده یه خانواده ای رو میارن انقدر قشنگ درستش میکنن که حد و حساب نداره. بعضی فیلم ها میبینی حالا میخواد جیمز باند بازی در میاره، یه فیلمی یه زنی رو گرفتن آوردن انداختن توی انباری، طرف اصلا بلد نی اسلحه بگیری دستش، نمیدونم بلد نی حرف بزنه، از اول فیلم تا آخر فیلم یک کلا میکشه رو سر خودش که اون نشناسته، بعد میاد نمیدونم کلاشو در میاره، یه افتضاح. اسمش هم چی بود؟ دوزیست، کسی که نمیدونم شریکشون خیانت کرد. برید ببینید، من نمیخوام براتون داستانش خراب کنم، به نظر من افتضاح، فیلم برداری افتضاح، صدا برداری افتضاح، نقش بازی کردن افتضاح. به خانمه میگه که ما نزدیم تا تو تصادف 2-3 تا از دنده‌هات شکسته. من یادم یه سالی موقعی که بابای ما خیلی جوان بود و ما هم یه بچه‌ای بیشتر نبودیم، این پدر ما دنده‌اش شکسته بود، یه بدبختی داشت چند ماه، و این خانمه میگه 2-3 تا از دنده‌هات شکسته، حالا من بهت قرص دادم که درد رو حس نکنی، انداختنش رو زمین، بعد یادشون میره وسط فیلم، یادشون میره که این خانمه همونه. یک افتضاحی. اسم اون فیلمه گفتم دیگه دوزیست بود، دوزیست. بعد
یه فیلمیه این آقای هنرپیشه، نمیدونم امیر چی اسمشه، نقش یه هموطن ترک زبان یا آذری رو بازی میکنه، خیلی قشنگ. اون مجید بود کوچولو تو اون سریاله، تو این فیلم نقش ژاندار بازی میکنه، خیلی قشنگ. داستانش جالب بود، با خدا صحبت میکنه، میگه خب خدا تو گفتی از تو حرکت از من برکت، اینه از تو از تو برکت، من رفتم گواهینامه یک گرفتم، گواهینامه‌ش هم نشون خدا میده. جالبه، هم فکر کنیم خدا بالاست، هم فکر کنیم بهشت بالاست. اوکی، گواهینامه‌ش هم نشون خدا میده، بعد داره یه نیسان آبی، از این نیسان هم نیست، از این ماشین فکر کنم مزدا قرازه ها میرونه، میگه این شد، ما اینقدر حرکت کردیم. اون فیلم داستانش قشنگه که چجوری بعض وقتا از افراد سوء استفاده میکنه. اینم از این. ساعت 3:15 است، من 15 دقیقه دیگه با شما هستم که 90 دقیقه ما پر بشه. شما هم میتوانید ویدیو خود را اینجا اضافه کنید، نشونتون دادم واکسن زده، حالا همه جا رو تار و تیر میبینه، این یه جوک بوده، عینکش رو جا گذاشته. دوستان، دوباره این دوستان شاه اللهی نادان، واقعا من میفهمم اون مثلی که میگفت دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست. طرف آمده این احمد فراستی، اتفاقا آقای زمانیان تو همون 10 ساعت برنامه میگه ماهی 6,000 دلار میدادیم به خمینی ساواک. حالا گیرم که میداده، اولا 6,000 دلار اون زمان ببینید چند دلار الان میشه، بعد از خود همین جاکشایی که تو ساواک بوده، از خود اون پدرسوختهایی که با شاه کار میکردن بگن تو ما به شما به چه اجازه ای 6000 دلار فقط میدادی به یه آخون؟ اگرم نمیدادید الان پدرسوختها چرا دروغ میگید؟ میدونید موندن توش. ولی ما ملت بدبختی هستیم که انقدر به اینا کاری نداشتیم که حالا احمد فراستی نامی که توی شعبه سوم کار کرده، کمیته سوم کار کرده، بیاد بیرون با شهامت بشینه بدبختی رو که شکنجه کرده بگه ما خوب کردیم، کم شکنجتون دادیم. تو همون برنامه گفته آقای زمانیان، گفت ساواک ما این 6000 دلار میداد به خمینی. خب قرم ساقا چرا میدادین؟ چرا میدادین؟ کم پول خمس و زکات و نمیدونم حق امام و کوفت و زهرمار میگرفت که شما این پول رو از ایران براش میفرستادید؟ اگرم نمیفرستادید پس دارید دروغ میگید، اگه حالا دروغ میگید اون موقع هم دروغ میگفتید. منظورتون از امیر نکنه امیر جعفری بود، شاید نمیدونم، بزنم امیدیه حوصله سر برد، من دیدمش تا نه اون بزن برات الان برات پیداش میکنم دیگه، حالا مجبورم کردی برم روز از نو. این آقای موهاش هم کمه ها، روز از نو، من منتظر بودم که بگه روزی هم از نو. این فیلم خوبی بود، البته یادتون باشه دوستان سلیقه ها فرق میکنه. اون فیلمی که از نظر این هاش بذار ببینم این کیه، اینا هم که با این تبلیغاشون ما رو کشتن. اسکیپ اد، این یه لحظه ببخشید، اینه، شما میشناسی الان اینو به من بگی کیه؟ اینه فیلم سینمایی روز از نو، این تو اینجا هم خیلی جوانتر از الان بوده. یه فیلمی هم بازی کرد نمیدونم بهت بود، اونم خیلی قشنگ بود. بذارید ببینیم اینجا الان که نشسته روایت دیگر داستان. امیر آقایی آقا مشکل حل شد. درستان مثلا من این فیلم خوشم اومد، خب داستانی داشت که برای هر کسی اتفاق میفته. من بهتون گفتم یه زمانی دبیر هنرستان که بودم به خاطر اینکه حقوق کم بود میرفتم رانندگی اتوبوس، بعد باید میرفتم با تی بی تی که بهترین هست، بهترین مسافرها رو شما انتظار داری، حالا یا خط بندرعباس بودیم یا زاهدان. بعد منی که راننده بودم باید قاچاق می آوردم از روسری روسی گرفته تا ماشین و نمیدونم تا چایی زاهدان و فلان. خب دیگه مسافرات خدا میدونه چی می آوردن، احتمالاً هروئین و تریاک و اینا می آوردن. این مال قسمت زاهدانش بوده. قسمت بندرعباس ویدیو پلیر می آوردیم، البته من نمی آوردم، اون صاحب ماشین می آورد، توی لاستیک بالای ماشین بریده بودن، دوتا می زاشتن لاستیکو برعکس می کردن، می مدی جاندرمری و اینا هم
بعد ولی چون ما میدونستیم به ما یه پول بیشتری میدادن برای این. خب یعنی من آموزش پرورشی راننده داخل قاچاق شدم، DVD پلیر میارم، چون آخوند احمق تازه اومده سال 1979-80 کی بود این دوربین چیزا اومده بود، اینو ممنوع کرده، بذار آقا ملت برن بشینن تو خونه نگاه کنن. این مال بندر عباس بود دیگه یادم. آها بندر عباس باتری از حاجی نیرو توی خیابون شهناز، تمام این زیر ماشین اتوبوس صندوقاش دیدی که کجاست، باتری میبردن از اون ور نمیدونم چی میبردن. این قسمت من هیچ پولی نمیرسی، ما مثلا میرفتیم میمدیم یادم نیست 300 تومن 600 تومن برای من که با حقوق معلمی مقایسه میکردم میدونم خیلی خوبه. امروز دو بعد از ظهر از هنرستان میپرم پارکینگ سوار میشم میرم، پس فردا صبح برمیگردم میرم هنرستان، دو بعد از ظهر تا 6 صبح میرفتم و میمدم. ما اینجوری کار کردیم، حالا همه این بدبختی ها رو کشیدیم اومدیم آمریکا، طرف میگه باره مزدور، ما مزدوریم ولی رجبی مزدور نیست، ما مزدوریم ولی شاه مزدور نبود، ما مزدوریم ولی شماها مزدور نیست. بدبختی اینه، اینقدر این کلمه را استفاده کردن به همه گفتن مزدور دیگه معمولی شد تموم شد رفت. خائن پر، یادتونه کلاغ پر بازی میکردیم، کلاغ پر گنجش پر. میگه خمینی به اندازه 1000 برابر 6000 دلار سهم امام میگرفت و دروغ میگه. خدا پدرت بیاموز. آقا من یک ساعت و نیم با آقای بنی سعد، من اینجا نشسته بودم، ایشون اونجا نشسته بود، آقای شادانلو اونجا نشسته بود، دوتا دوستش مامورا اونجا نشسته بود، یک ساعت و نیم 90 دقیقه باش مصاحبه کردم. ازش راجع به این پولی که میگن کارتر داده، گفت آقای سوربی خمینی احتیاج به پول کارتر نداشت، خمینی آقای نمیدونم جورابچی جوراب با فلان اینقدر 1000 فرانک براش میفرستاد. تازه خمینی میگفت این پولا رو که میذارید اونجا به اینا بگید، هیچ پست و مقام این بابا کارش. ببینی خمینی از این لحاظا کارش درست بود. آقا ممکنه یه نفر جانی باشه ولی کارش تو اون قسمت جنایت درست باشه. خمینی تا امروز هم کسی نتونسته بیاد بگه یک دلار دزدید. حالا طرف میاد سال کی بود، گفت ما وقتی اومدیم 62 میلیون، 62 میلیون سال 1979 یه جوان 16-17 ساله، شما امروز بزن تو کامپیوتر ببین 62 میلیون اون روز چند میلیارد امروزه، چند میلیون امروزه. و آقای اکبری شما که دانشجو بودی از ایران رفتی آلمان چند هزار مارک بردی اون موقع، منی که اومدم از اداره آموزش پرورش ول کردم کار و خونه و زندگی اومدم آلمان چند داشتم. میدونید ملت بی انصافی هستیم، ملت بی عقلی هستیم. 10 ساعت میره تو چیز، دو تاش مثل زمانیان میفهمه، 10 تاش هم احمقه، میگه دیدی آقا ما 6000 دلار میگرفته. بعد این احمد فراستی هم چقدر خوب بوده، خوب شد زد اینا رو ها، ولی تروریست بیشتر داشتیم. نمیفهمه احمق، اگه این فراستی آدم بود طرف رو نمیزد، میگه آقا من ضامن این میشم، این بیاد اصلا خونه ما زندگی کنه، کتاب میخرم بشینه کتاب بخونه. آقا این کتاب مایسی های کوچولو برای من بخون ببینم این چیه، این چه جنبشی، چه حرکتیه. اینجوری بود. حالا به کجا رسیدیم؟ رسیدیم به اینجا. مجری برنامه‌تون کیه؟ منم. آقای شهافر میگه من هم مثل شما ژورنالیست و خبرنگارم. میگم آقا معلوم شد شما برنامه من نگاه نمی‌کنی. من نه مدرسه ژورنالیستی رفتم نه درس خبرنگاری خوندم. آقا درس داره، مدرسه داره، باید بری ورکشاپ کار کنی. همتون شدین ژورنالیست. بعد میگه من یک گزارش تهیه کردم برای سناتور فلان، ایشون منو دعوت کرد. میگم ایشون شما رو میشناخت؟ دیگه جواب نداد. حالا قرار شده یه روزی بیان موهای همدیگه رو بکشین. من اولش با 3000 مارک اومدم آلمان، وضعیت خیلی خوب بوده، قبل از انقلاب بوده، وضعیت خوب بوده، ماشاءالله آفرین. من دوتا داداشم که اومدن اینجا، داداش من یکیش 2 سال رانندگی تریلی میکرد بعد از اینکه دیپلم گرفته بود، پولاشو جمع میکرد که بتونه بیاد آمریکا. وقتی هم اومد آمریکا 1 دلار از ما پول نگرفت، چون نداشتیم که بهش بدیم.
اون سهم پول دانشجویش هم من میفروختم به کلیمیایی که هی پول میفرستادن نیویورک و اینا. اینجوری بوده. حالا شما همون 3000 دلار مارک هم قول میدن بعدش اومدی رفتی سر کار تو آمریکا، تو آلمان، اینایی که میرفتن آشغال جمع میکردن صبح خیلی پول میساختن. یادمه بچه‌ها توی منزا که مال سالن ناهارخوری نا بود، او یکی دیگه هایم به هم میفروختن، میگو من اجازه کار گرفتم، اجازه کار آشغالی رو به این و اون میفروخت، سرقفلی داشت. روزگاری بود، چه روزها پشت سر گذاشتیم. حالا رسیدیم به اینجا که نگران این پنج تا بخیه از رو، سه تا بخیه از زیر. بعد میگه چهارشنبه هفته دیگه بیا بخیه رو بکشم. میگم خانم 30 سال تو دنیا بخیه استفاده میکنن که خودش دیزالو میشه، مخلوط میشه با گوشتت، میره فکر کنم از روده گوسفند یا خوک درست میکنه. خلاصه گفت نه، برای رو نمیشه. گفت شانس آوردی یکم بالاتر باشه، ما باید منگنه بزنیم. این دکترا چه دلی دارن، دیدی منگنه‌ای که میزنن تو کله. آخ، با 62 میلیون دلار زمان شاه میشد کل خانیاباد نو را بخره رضا پهلوی. و یه دفعه به محمود قربانی گفتم به این رضا احمق زنگ بزن ببرش مکزیک پولاشو بیاره اونجا، یه شهری درست کنید به نام ایران. هر ایرانی هر جای دنیا مونده بگه آقا تو میخوای بیا خارج، بیا اینجا. میخوای چیکار کنی؟ میخوای کارگری کنی؟ تو رستوران کار کنی؟ بیا. نتونست بکنیش بیرون، ولی یه جایی داشته باشن که بیان بدبختا اینجوری هی پول همدیگه رو نخورن. چه داستانهایی از این، اون پول به اون داده، اون پول به اون داده، اون در رفته، این مونده ایران. حالا طلبکارا اومدن، ولی این یکی هم رفته کلا سر مردم گذاشته، از مردم پول گرفته برده داده به او که بره خارج. او یکی دیگه دو نفر دوز خرید دوز دیدن سر تقسیم به هم جنگیدن. این میشه چه داستانهایی تو ایران هست. من همش میگم با او داستانهای حقیقی مردم رو فیلم کنی. این چیه؟ این فیلم های مفتزه و مبتزل درست میکنید، دوباره برگشتید به فیلم های فردین. مثلا همین فیلم مجرم، این آقا که چاقو کش و لات بوده، نمیدونم حالا از زندان اومده بیرون، فوری عاشق یه دختری میشه، خانم پرستاره. پرستاره تیپات کنه تو نباید بزنه، پرستار یه شأنی، یه مقامی داره تو جامعه. برید نگاه کنید. نوشت یوتیوب قطع شد، یه نگاهی کنم ببینم چرا قطع شد. درست شد، مال خودت بوده، قطع شده فوری تا قطع میشه میندازی سر ما. خب دوستان عزیز، ساعت 3:27 دقیقا اشرف غنی عذرخواهی کرد، درباره بردن پول هم توضیح داد. اشرف غنی روز اول که گفت من اومدم حالا برمیگردم، بعد چند روزی گذشت گفت نه میدونی جونم در خطر بود، بعد گفت که شرمنده هستم. گویا دخترش هم گفته من از داشتن چنین پدری شرمنده هستم. من همیشه منتظر بودم این رضا احمق تنبل یه روزی بیاد بگه پدرش اشتباه کرد، عذر میخواد از مردم، این پولی هم که پدرش از مردم دزدیده آورده اینجا، آورده نمیدونم جنوب فرانسه فلان اینا، من اینا رو خرج فلان میکنم، افسرایی که تو ترکیه هستن فلان. مردی که جاکش این کارو نکرد. حالا صد رحمت به همین اشرف غنی که من از روز اول از قیافش بدم میومد، خیلی خایمال بود، دید دست میزد برای احترام انگار بچه‌ها که یه آب نبات بهشون دادی. صد رحمت به اشرف غنی، اقلا به مردم گفت من عذر میخوام. سر پولم میگه من حاضرم توضیح بدم و قرار میگه حاضرم تو دادگاه چیز بیام. اینم از این آقای اشرف غنی. ماهیانه 6000 دلار به خاطر همین باید شاه را آویزون کرد. حالا از کجاش دیگه بعده. بله، اسناد 9/11 گفتم بهتون، بعد از 20 سال از اون تاپ سیکرت خیلی محرمانه و محرمانه و اینا بیرون اومده، برای که خانواده اونایی که کشته شدن گفتن این که نمیشه، جورج بوش رفت، اوباما اومد، اوباما رفت، ترامپ اومد، ترامپ رفت، تو اومدی، تا میخوای بیای اینجا چهار تا زنگ بزنی اسما رو بخونی. ما میخوایم ببینیم کی بوده، چجوریه که این کتابا محرمانه مونده. این وازش کرد. حالا فردا اینجا ما چند تا رئیس جمهور زنده داریم؟ 5 تا. یکیش کارتره که با مرده دیگه فرقی نداره، اوکی؟ یکیش جورج بوشه، میره یکی از اینجاها. یکیش اوباماست، میره یکی از اونجاها. یکیش کلینتونه، میره یه جای دیگهش. بایدن هم میره یه جا. یه نفر رو نگفتیم،
شارلاتان ترامپ. میدونید فردا کجا میره؟ میره مسابقه از این دیوونه ها، حالا یا بوکس یا کشتی دروغ و زد و بند و اینها، میره اونجا. باورتون میشه؟ وای یه سری احمق، یه سری نادان رفته بودن فکر میکردن این امامزاده ای هست که بشه بهش پارچه دخیل بست. فردا 20 سالگرد سپتامبر 11 یا 11 سه. و اما آقای زمانیان، میخواستم ازت بپرسم پیام های شما رو من میتونم پخش کنم یا نه؟ اگر نمیشه از این به بعد هر وقت پیام میذاری بگو این پیامه برای خودته. ولی آقای زمانیان یه پیامی گذاشته بود راجع به این که یکی از همسایه‌هاشون فوت شده به علت کرونا و اینا رفتن بهش زهرا، میگو آقا بهش زهرا نگو خیلی شلوغ و فلان اینا. خب عزیز من، همه اونای اون روز یادت، من خندیدم گفتم شما اونای دیگر مسخره میکنی، میگی 10 نشستن تو کلاب هاوس، من نمیدونم چه جوری. سالها پیش زنه میومد آقای سوربی این فاتی کماندو توی فلان برنامه هم بود، میگفتم شما از کجا میدونی؟ میگفت منم اونجا بودم. بعد اینا هم اسکی یه حقوق میگیرن 24 ساعت تلویزیون نگاه میکنن، میگفتم شما 24 ساعت تلویزیون نگاه میکنید؟ گیر میافتاد. ببینید شما رفتید به هشت زهرا، همسایت فوت شده، نه فامیل درجه یک. آقا فامیل درجه یک اینجا والا فوت که میشد، بدبخت از طریق تلفن به خانوادهش نشون میدادن، اونا تو خانواده گریه زاری، اینو میذاشتن توی اخدون میفرستادن بره. اگه قرار بود بسوزوننش، اونی که قرار بود بسوزونت میمد میسوزوندش، ظرفشو بعدن برای اینا میبردن. آمریکا این کارو کرد، یه چیزایی رو عوض کردن. ایرانیان نمیخواد عوض کنه. ایرانی با شب جمعه که باید بریم بهش زهرا، مرده دلگیر شده، برای مرده نیست، برای خودشه، بره با دوستاش اونجا خورما بخورن و تخمه بشکنن. و دیدید این یکی از این وزرا بود، نماینده مجلس بود که بود، داشت تخمه میشکند. آقای اکبری عکسی گذاشته بود، مردی که ماسکش زده بالا از زیر چیز داره تخمه میشکنه. برای اینه اگه شما که آقای زمانیان دوست خوب ما هستی، بهشون بگی که من خیلی متاسفم که این فوت شده، ولی من نمیام اونجا برای حفظ سلامتی دیگران و حفظ سلامتی خودم. دیگران هم این کارو بکنن، ببین چقدر خوب میشه. الان اینجا یکی از دوستامون بنده خدا آقای میر مظفری افتاد زمین، فوت شد رفت. خب نوشتن که به خاطر کرونا و اینها مراسم ختم و اینها خیلی خصوصی، و خیلی خصوصی یعنی حتی فامیل درجه یک شم مثلا یکشون حالش خوب نیست و دور هست، نمیاد با هواپیما بیاد، چون میگه من میرم بابامو دفن کنم، من مریض میشم برمیگردم، زن و بچه‌م هم هفته دیگه باید دفن کنم. در صورت بله متوجه هستم، و شما گفتی که من البته متوجه نشدم که این ترافیک مال فقط کرونایی ها هست و اینها، و اینجوری که من و تو میگه یه مدت دیگه تو ایران هیچ که نی، همه مردن از کرونا. ولی اینجوری که ما میبینیم شبا نمیدونم این ور اون ور و کافه و رستوران ها و فیلم ها و اینا که نشون میده، حتی با ماسک، مال چه مالایی زدن، چه فروشگاه های بزرگی زدن، چه سوپرمارکت هایی زدن. من نمیدونم کی میاد اینقدر پول بریزه تو ایران برای مردمی که دلار 27,000 تومانی باید بخرن. البته کسی که تومن میسازه من نمیدونم چرا بره دلار 27,000 تومانی بخره. خب تو ایران که همه چی میارن اونجا، نمیدونم گوچی و فلان اینا همش اونجا، دلار تومن کار کن، تومن هم خرج کن. خیلی مشکل داریم، خیلی معضلات داریم. بارها پرسیدم، یه بار دیگه هم به عنوان حسن ختام برنامه ازتون پرسم، شما حاضری شهردار شهرت بشی؟ شما حاضری فرماندار استانت بشی یا فرمانداری بشی؟ شما حاضری رئیس جمهور مملکتت بشی؟ اینایی که رفتن خب معلومه برای یه چیزی اومدن، یا دیوونه هستن عشق قدرت دارن، یا دنبال پولن. میگه حالا که کسی نیست من میرم، 4 جنگ میکنن، یکیش برنده میشه، چند دور میخوره و میبره تا دور بعدی یکی دیگه بیا. کارتر 1 پیش فوت کرد. جدی میگی؟ پس من خبر ندارم، چون من جزء لیستش، من میدونم قرار بود باش مصاحبه کنم موقعی که اون کتابی رو نوشت که ایرانی‌ها بهش فوش دادن توی چیز، من قرار بود باش مصاحبه کنم، ولی یه
عروسی اینجا اومد پیش اومد گفتم خب من $1,000 اینجا ول کنم برم حالا با ماشین تو آتلانتا و با این مصاحبه کنم و بیام بعدم نشون ایرانیا بدم فوش بهم بدن. گفتم ولش کن. درست شد مثل این برنامه‌های تلویزیون. من برنامه تلویزیون اگه مهمون نداشته باشم، اگه برنامه‌ای نداشته باشم که به کسی قول داده باشم یا به اصطلاح پولی توش باشه، حقیقتاً اگه یکی زنگ بزنه بگه آقا فلان ماشین رو می‌خوام ببریم فلان جا، فلان یه خانمی فکر کنم ایرانی بود، نشود من یه نفر احتیاج دارم که بیاد خونم. گفتم من 40 سال راننده هستم، هیچ خلاف و اینام ندارم، با ماشین خودم میتونم بیام، میتونم با ماشین شما برم، هیچ. من سرمو بلند میکنم چون یکی از این احمقای شاهلای چند مدت میگه این که آقا راننده است. من راننده هستم افتخار میکنم. ای کاش شاه هم ول کرده و رفته بود رانندگی، ای کاش شاه ول کرده و رفته بود تو کار فیلم، رفته بود تو اون کاری که بلده. ولی من رانندگی بلدم، برق بلدم، درس بلدم، تلویزیونم تنها، نمیتونم بگم تنها کسی هستم که تو این تلویزیونای آشغالی که میبینید کلاس کارگردانیش دیدم، کلاس سی جی کامپیوتر گرافیک شو دیدم، کلاس تهیه کنندگی البته کمک تهیه کننده و تهیه کنندگی هم دیدم. چه فایده من حالا اینجا بنویسم این همه مدرک؟ یه بار بهتون نشون دادم یه صبح تو زور رفتم یه جای شراب خوردم، وقتی اومدیم بهمون مدرک دادن که حالا شما شرابشناس شدی. زدم اینجا گفتم خب شما تو مطب‌ها که میرین اینا ممکن رفته باشه شراب خورده باشه یه مدرک زده باشه اونجا، و چه فایده ای داره؟ شما که میای برنامه رو نگاه میکنی میگه حالا سوربی که رفته کلاس نمیدونم کارگردانی سی جی، سی جی این چیزا میبینی این زیر مینسه کامپیوتر گرافیک، اون چیزه میاد میچرخه میره، این نگاه کنید به اینا میگن سی جی کامپیوتر گرافیک، این که میاد میره اینا کار، اینا لایر لایر. اون موقع یه چیزی بود بهش میگفتن توستر، مثل توستری که نون میپزه گرم میشه، این ویدیو رو میذاش رو هم اینجوری بود که دیگه حالا تلویزیون هم خیلی افتضاح شده، از بالا تا پایین همش این نوشته ها هست، یکیش داره میره یکیش داره میاد، یک میگه چند کم داریم، یک میگه ننه حسن چند پول داد و الی آخر. اگر کارتر فوت کرده بود تمام سلطنت طلبها جشن و قوقا میکردن. منم فکر کنم شما اشتباه میگید. خواهر من هم هفته گذشته فوت کرد به علت سکته، فقط دو نفر از خواهرانم رفتن دارالرحمه به خاطر کرونا. من آرزو میکنم که اگه بهشتی هست ایشون تو بهشت باشه، ولی چون باور ندارم معمولا میگم روانش شاد، پتیک مسخره میکنه میگم مگه روانی بوده که روانش شاد، میگیم یادش گرامی، ولی چون نمیشناسیم اینم نباید حتی گفت برای افرادی که نمیشناسیم، یه چیز بهتر پیدا کن. من چون برادرم از دست دادم میدونم، ما هیچ وقت خواهر نداشتیم، ولی درد به اصطلاح از دست دادن برادر یا خواهر و اینا رو میدونم. پدرم از دست دادم، درد از دست دادن پدر رو میدونم. یکی از دوستانم گفت که وقتی پدرش از دست داده بوده گفت با هیچ کس نمیتونسته تا 3 ماه صحبت کنه. گفت من اصلا فکر نمیکردم، من که با پدرم کاری نداشتم، اون کار خودش میکرد، اون کارمند شرکت نفت بوده، من برای خودم بیزینس خودم داشتم، ولی یه دفعه وقتی فوت شد اینجوری. گفتم بله، اون مثل چوب وسط خیمه یا چادر یا بیرق میمونه. درسته که شما وقتی اینا رو میکشی هیچ فشاری دیگه رو اون نیست، طبق قانون فیزیک شما همه این فشارا رو منتقل کردی با اون تنابا و اون میختویلهایی که زدی، ولی اونه که بالانس اینو نگه میداره، اونی که این وسط میدونید بعضی وقتا حتی یه کاری میکنن که اون دیگه لازم نیست شما داشته باشی، انقدر اون فشار اونجا زیرو میشه صفر میشه که میتونی برداری، همینجوری که ساختمونای بدون ستون میسازن، انقدر قشنگ این سقف ها و اینا و مسجد ها و چیزای مذهبی تو این کار خیلی استاد هستن. در هر صورت اینم برنامه. بله من هم معتقدم که کارتر فوت نشده، الان برات مینویسم اگه کارتر فوت شده باشه، اینجا میگم is Carter dead، بعد میگه ویکیپیدیا جیمی کارتر، میدونید که وقتی میمیرن تاریخ چیشون میگن، میگه از فلان سال زنده بوده تا حالا، اینجا چیزی ننوشته، age 96. بله ببینید اگر مرده بود آقای اکبری، این آقا جانویه 24 دنیا آمد، ببخشید اکتبر 1، اول اکتبر 1924 دنیا آمده،
الان نوشته 96 سالشه و یه طرحی بود میمد خونه میساخت برای این و اون. من دو بار ازش فیلم برداری کردم و اینها. به نظر من آدم خوبیه. این آدمی که شما اگه یه چی داری خوبه به دیگرانم بگی خوبه شما هم داشته باش. این آزادی، همون آزادی های سیاسی که شاه همه میگن داد ولی بد داد، خب این یکی بود کج کج را میرفت، طرف بهش گفت خدا بد نده، گفت خودم بد دادم، اینم شاه بد داد دیگه. خب آقا میخوای بدی ببین چجوری بدی. شاه میاد سپاه دین درست میکنه. از یکی از این احمقای شاه اللهی بپرس آقا چرا باید سپاه دین درست کنه؟ مگه مسجد این همه کم بود؟ اتفاقا با آقای شاهافر و آقای چیز گفتم، گفتم آقا من مأمور حکومت نظامی بودم، اینا پایگاه داشتن، پایگاهشون مساجد بود، پایگاه های تو چیه؟ گیرم که آقای زمانیان نشسته باشه پای تلویزیون شما و 8 نفر دیگر رو ببینه. خب این اولا با دو تاتون ممکنه موافق باشه، بعد شما با آقای زمانیان که حالا باهات موافقه میگی چی کار کن تو ایران. آقا شما تا چند مدت پیش به ایرانی ها دروغ میگفتی، شما اومده بودی تو فرانسه نشسته بودی میگفتی من تو ایرانم. خب چند نفر از ایرانی ها میگن آقا بچه سعدی رفته نشسته اونجا داری حرفا میزنه، منم همه حرف میزنم. اون حرفو زدن چوب تو آسینش کردن. آخه شما یکی یه بار اونجا دروغ گفتی، این میشه باز احمد فراستی. یکی و دوتا دروغگو نداریم، هزاران هزار تا داریم. دوستان قرار شد ما 90 دقیقه صحبت کنیم، شد 100 دقیقه و آخوندها فرزندان خلف شاه هستند. حکومت آنها ژاندارم امروز خاورمیانه، با وجودی که اینا بهش میگن ما داریم باهات میجنگیم، ولی اگه نگاه کنی به نوعی حکومت آخوندها همون ژاندارمی رو داره انجام میده، ولی کله شقن. به جایی که قشنگ بخوابن موقع کشیک بیان، به موقع کشیک بیان کشیک بدن مثل زمان شاه، هی خودشون هم به خودشون اذیت میکنن. اگه خواستید در این مورد با من میتونید صحبت کنید، در برنامه‌های آینده مهمان ما باشید. پس دیگه واقعا از زبان آمریکایی‌ها، یه ویدیو هم رو فیسبوک من هست برید نگاه کنید، میگه از زبان خود آمریکایی‌ها گوش کنید که میگه آمریکا بزرگترین تروریسته. اینم بهتون نشون میدم که فکر نکنید نیست. اینجا توی صفحه فیسبوک من، صفحه فیسبوک من سعی میکنم چیزاشو کم کنم تا برنامه تموم میشه، فیسبوکشو برمیدارم، فقط یوتیوب رو میذارم. کمرای دو مال شماست، ببینید این صفحه فیسبوک شخصی منه. این الان برنامه زنده است، چون قبلش داشته راجع به یه چیز دیگه نشون میداده، دنباله اونه. میایم این برنامه قبلی کانون آوا، این برنامه هفته پیش من هست، یه دوربین کامرا برای فروش. ولی قربونت سعید زنگ نزنه بعد بگه آقا اون دوربینی که دادی من استفاده نکردم، اینو برداشتم جاش که بازم استفاده نکنم. اینم که این بی بی سی، گزارش بی بی سی اینجا هم هست، ولی اینو برای اونایی که ممکنه از یوتیوب نگاه کنن بذارید من پخش کنم. باش بازم وای میسی، ما شما انقدر بهمون حقوق زیادی میدین که با افتخار میایم اوورتایم یا اضافه کارم وای میسیم. اوورتایم تو آمریکا حقوقش یک برابر و نیم میشه، شما دو برابر بده. برای ساعت معمولی زیرو، هیچ، ضرب در دو بازم میشه هیچ. دوستان تلویزیون مردم رو حمایت کنید به وسیله پیپل. یه نفر خودش لوس کرده بود، آقای سلیمان میخوام کمک کن. گفتم بفهم. حساب بانکی چی؟ گفتم بفهم. پیپل داری؟ بفهم. این چیه؟ اون چیه؟ من دارم از ایران برات پول میفرستم. گفتم ایران نمیتونم. نه من جمع میکنم فلان. من تا حالا 170 دلار جمع کردم. گفتم ببین آقا ما ایرانی ها مریضیم. اگه خواستی بیا یه روزی درباره مریضی شما و مریضی من با هم صحبت کنیم. دوستان عزیز بشنوید، زیرنویس داره. بخونم براتون اینجوری. ببخشید. این داره با یه سوریه‌ای صحبت میکنه. میگه که آمریکا تو رو به عنوان تروریست گذاشته توی لیست تروریستا. من زیرش نوشتم به به، طالبان رو بردن افغانستان، اینا رو هم دارن آماده میکنن که ببرن سوریه. اونی که گفتم از زبان خود آمریکا یا بشنوید که میگوین آمریکا بزرگترین تروریست جهان است، اینه. اعتراف کنیم تروریست هستیم، قرار بود در آخر به ایران حمله کنیم. کاوش مدیا. That's why we're so popular in the world, ladies and gentlemen. We just
murdered a million people in the country. والله میترسم پخش کنم بعد همین کاوش مدیا بگه ما چیز داشتیم، چی میگن، کپی رایت داشتیم. پس به همینجا رضایت بدین، ازتون خداحافظی میکنم. این فیلم ها رو سعی میکنم هر فیلمی که درباره صحبت میکنم بذارم تو اون 12 ساعت یا روی فیسبوک. اگه روی فیسبوک ما رو میبینید، خب اینا رو هم گاهی وقتی بیان نگاه کنید. من سعی میکنم ماکزیموم توی هفته 5 تا، توی هفته 5 تا، نه این تلگرام من براتون بیارم دوستان. آقا میارم میگه نمیدونم چی فلان 2000 تا فرستاده لیو بذارید اند لایو است، وقت الان داشته یعنی پخش میکرده. خب نگاه کنید من براتون تلگرام رو بزنم، این که نه اون اینستاگرام، تلگرام علامتش مثل یه چیزهای درست میکردیم پخش میکردیم. حالا چون پاکش کردم مثل که لایو هم که بودیم زدم نوتیفیکیشن، نمیخوام نامه فدات شما، نمیخوام. آقا میزنه مثلا همین وایس آف آمریکای کوفتی یه دفعه 300 تا میخوام برای فلاحتی بگمش دفعه دی کباب بازار، بگم آقا تو اینه میزنی برای چی؟ مردم بخونن یا نه؟ یا فکر میکنی مردم باید همه رو ببینن مثل صفحات و روزنامه؟ مثلا یادتونه بعضی ها میخریدن فقط اون صفحه ورزش رو برداشتن، بعضی ها وضع هوا، بعضی ها قیمت استاک و اینا، بعضی ها سپورت قسمت ورزشی شو. ولی اینا رو من نمیدونم چجوری میشه. میشه بگی آقای وایس آف امریکا فقط اخبار ایران برای من بفرست یا مثلا اخبار این قسمت؟ در صورت من فکر میکنم امریکایی میگن I'm too old، من دیگه خیلی پیرم برای این که بخوام اینستاگرام و تلگرام و این و این و این و این و را بندازم با هم. همین قدری هم که کار میکنم میام اینا رو درست میکنم میذارم روی بایگانی و اینها واقعا وقت میگیره. امیدوارم شما دوستان خوبی باشید و به خاطر وقتی که من برای شما میذارم شما هم حمایت کنید. فکر کنید که منو تو خیابون دیدید، رفتیم یه چای خوردیم یا آبجو خوردیم، یکی از دوستان میگه من پول ندارم به تلویزیون مردم بدم، ولی شما بیا فلوریدا مهمون من باش. گفتم مگر اینکه من بیام شما بخوای شب اول منو خفه کنی سم بدی، ولی من که میام اونجا خب رو 30-40 دلار با چی بخورم؟ حالا درست خونت نمیخواد که من نمیرم خونه کسی، میرم معمولا هتل. این تعارفای بیخود کرار بذاریم. خب بذار ببینم چی شد. همه رو خوندیم. اینم برای که صدا شما رو اذیت کنه. زندگی مثل اینه، تو یک لحظه همه چیایی که نوشتیم ببینیم گذشت پاره شد. سوال مهم، اگر به شما بگن 6 ماه دیگه یا 3 ماه دیگه زنده هستید چه کار میکنید؟ این شماره تلفنه، بذارید بیارم براتون. 202-695 شماره چند؟ شماره 3 افکت 3 این شماره تلفن 703 نه ببخشید 202-695-2573 میتونید تکست بفرستید، میتونید پیام بذارید. فکر کنم این شماره تلفن همینی که رو تلگرام هم هست. باور کنید من هنوز نمیدونم. شما تو تلگرام باید به اسم مردم دنبالشون باشید. اگه به اسم مردم هم هست برید بزنید مردم تیوی سال 2020، مردم تیوی 2021، پیدا میکنه. اونی که میخواد پیدا میکنه. خب روز روزگارتون خوش. 13 دقیقه دیگه برنامه جدیدی از آقای حسن ارشاد داریم و بذارید یه دو تا مطلب که من اینا رو هی میذارم اینجا بهتون بگم. پتیک میخواستم بگم پتروس، پتیک یه ویدیوی فرستاده بود، اینایی که میرن درخت قطع میکنن و ببینید اینایی که تو آمریکا درخت قطع میکنن، درختای بزرگ و اینا، اولا پول خوبی میسازن ولی واقعا جونشون تو خطره. من تا سال 2000 یه دفتر بیمه داشتم، نه یه دفترچه ها، یه شرکت بیمه داشتم به نام American Insurance. دوستان وقتی میخوان شرکت باز کنین نرین دنبال زی و اس و اینها، برید دنبال الف ب، تو اونا زودتر پیدا میشید، چه زمانی که یلو پیج بود چه زمانی که الان اینترنت هست. من واز کرده بودم American Insurance Agency و اونجا یادمه Workers Comp که اول Worksman Comp بود، بعد گفتن غلطه باید Workers باشه، هم مردا هم خانما به اصطلاح کاور بشن. اون بالاترین درصد برای بیمه برای اینایی بود که میرن رو سقف کار میکنن، بهشون میگن روفه، سقف میشه روف، اینایی که میرن شینگل اینا میزنن رو روف میگن چون روفه. بعدن شد اینایی که میرن درخت، از درخت بالا میرن و خیلی هاشون همون درختی که کات میکنن با همه محاسبا کات که میشه
ول میشه میاد میزنه به خودشون، با وجودی که بسن خودشون و اینا همونجا جا به جا میمیرن. در صورت اینم بیچارهایی که سخت کار میکنن. خب اگر توی برنامه ها دوست دارید یه چیزایی بیشتر اضافه بشه، البته مثلا آقای ارچیل شیخی تو قسمت اولی گفته بود چی؟ داخت دکر میگن اونجا بهشون، یادم هیچ وقت این کلمه رو احتیاج نداشتم توی آلمان. حالا میگید داخت دکر، بله. آقای ارچیل شیخی تو برنامه قبل گفت که به این دوستان پیشنهاد کنید، دوستانی که مجاهد بودن جدا شدن، که خودشون فیلم تهیه کنن. خب فیلم تهیه کردن هم که این روزا میدونید دوستان خیلی آسونه، دوربین تو میگیری دستت فیلم تهیه میکنی. ولی این دوست ما آقای شیخی خبر نداره که بعضی از این دوستان حتی تلفن دستی هنوز ندارن، چنان این سازمان مجاهدین اینا رو توی قاب کف، قاره کف اصحاب کف بود چی بود نگه داشته. بعضی از اینا هنوز تلفن ندارن، اگه تلفن داشته باشن تلفن‌هاشون کنه، اگه فیلم بسازن ممکنه ندونن چجوری روی یوتیوب بذارن، اکانت یوتیوب ندارن، مشکلات زیاده. ولی نتیجه به اصطلاح پیشنهادات اینه که این پیشنهاد منتقل میشه. همین که من اینجا گفتم ممکنه یه نفر به فکر این باشه که ویدیو بسازه. من خودم یه ویدیویی می‌خواستم بسازم، رفتم با یه تهیه کننده صحبت کردم. تهیه کننده بیشتر اون کسیه که مخارج رو پرداخت میکنه، بعد شما به اصطلاح از اون حقوق میگیری، بعد از فروشش میگیری و فلان اینا. ولی متاسفانه اون براش اشکالی پیش اومد که دیگه نمیتونست کار کنه و ما هم دیگه نرفتیم بهش بگیم. اون فکر خوبی بود، اگه کسی خواست تو آمریکا این ویدیوی اونجوری ساختن به نظر من هنوزم پول در میاره. آقای اکبری، درگذشت خواهرتون رو به شما تسلیت میگم و تا هستیم قدر همدیگر رو بدونید، تا هستید قدر فامیل، باقی مانده فامیل رو بدونید. این چیزی که میگن امیدواریم غم آخرتون باشه به نظر من غلطه، یعنی دیگه شما هیچ کس نمیره، نفر بعدی شما باشید. به نظر من بهترین کار اینه که بگیم ما رو در غم خودتون شریک و سهیم بدونید، یا بگید متاثر شدم از به اصطلاح این خبر درگذشت. روز و روزگار بر شما خوش. 9 دقیقه دیگه برنامه آقای حسن ارشاد رو با هم خواهیم دید. یکم به من وقت بدید تا این دستگاه مسگاه رو عوض دوگز کنم. مرسی، با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.